نگذار که بیشتر از این پیر شود، هر ظلم نوشته پای تقدیر شود، هر لحظه بی گناهی زنجیر شود. نگذار 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 چیست بخیس جای مردان بیست بخیس جای. این انقلاب سیاه ترین و شوم ترین و شرم‌آور ترین روز تاریخ کشور ماست. این از قادسیه بدتره. قادسیه را اعراب تازی به ایران حمله کردن، آنها بیگانه بودن و کشور ما را فتح کردن، ولی این بار کسانی با پوشاک ایرانی، با نام ایرانی، با شناسنامه ایرانی، قادسیه نجیتر از قادسیه اول آفریدن. بزرگ است اخورامزدا، او که این بوم آفرید، او که آسمان آفرید، او که شادی آفرید مردم را. منش نیک را می ستاییم، پایداری در برابر تاریکی را، پایداری در برابر شیون و مویه را. با درودهای فراوان به هممیهنان گرامیم، پری صفاری هستم از سنگر بیداری، پایداری، پیروزی، از برنامه های رادیو تلویزیون مستقل و 24 ساعته بیداری. امروز سه‌شنبه 8 مهر ماه 2722 ایرانی مادی، 2573 ایرانی شاهنشاهی هخامنشی و برابر است با 30 سپتامبر 2014 میلادی. ای مزدا، کی مردم آیین تو را درخواهند یافت؟ کی این زهرابه دیوانگی آور برخواهد افتاد؟ چیزی که کرپنهای تبهکار با آن مردم را می فریبند و شهریاران ستمکار بدندیش با آن بر کشور فرمان می رانند. ای مزدا، کی راستی و پاکی و پارسایی و کشور پر از کشتزارهای گسترده و خانمان خوب و آباد پدیدار خواهد شد؟ چه کسانی ما را در برابر دروندان تیر دل رامش خواهند داد؟ و چه کسانی دانش و بینش اندیشه نیک را در خواهند یافت؟ ای مزدا، سوشیانس های کشورها کسانی خواهند بود که با پیروی از اندیشه نیک با یسته خود را به انجام می رسانند. کردارشان بر پایه راستی و آموزش های توست و به درستی برای چیرگی و برافکندن خشم گمارده شدند. ایدون باد. Morning arrives, good thoughts rise, beats of our lives, joyful revives. Darkness is gone, light is not down, youth rise up, fresh, mighty and shine. Sing your shamu, say your tone. Light of fire of love, help the world peace in harmony of ancient love. Keep alive sacred faith, move forward with wisdom of grace. On a shamu,
your own goodness. Do it with heart. Do it with love for the sake of kindness. Hey youth, listen to your soul. Follow the path of Asho in the name of Ahura. Seeking your own happiness in the other's joyfulness. There's always hope in the cold and darkness. As long as we are on the side of righteousness. Keep sacred Fravaha. Good thoughts, good words, good deeds. Hold precious wisdom of the past. Futures bright, ever fresh and ever last. Think of good thoughts, say of good words, do of good deed, be good and live. Sing your shalom. As far as we are concerned, we are not the toys of any country. I can forgive those who tried to kill me and even abduct my wife and my child, but not those who betray the country. You call it Gulf. You have been to school, haven't you? Yes. What was the name that you have read during your school days? Persian Gulf. All right. But they do call it Arabian Gulf. Well, they can do many things. 2500 سال پیش یکی از فرزندان این سرزمین کوروش هخامنشی که به همان اندازه که متعلق به ملت ماست متعلق به تاریخ و عالم بشریت است کوشید تا با ایجاد تحولی اساسی در اصول حکومتی بیرحمانه جهان آن روز و با بنیانگذاری شیوه حکومتی تازه بر اساس احترام به حقوق و معتقدات افراد صفحه تازه‌ای را در تاریخ بگشاید. بسیار رهبران و متفکران و نیک‌اندیشان دیگر بعد از او به همین راهی رفتند که سیر تحول مستمر جامعه بشری به سوی کمال حاصل آن است. آرزو کنیم که با همفکری و همگامی همه نیک‌اندیشان جهان بار دیگر در عصر ما تاریخ ورق بخورد و صفحه تازه‌ای گشوده شود که در آن دیگر اثری از تاریکی‌ها، از فقر و جهل و بیماری و گرسنگی، از تبعیض‌ها و از بی‌عدالتی‌ها نباشد. آرزو کنیم که فرزندان ما برای همیشه در جهانی فارغ از بیم و اضطراب به سر برند و در دیدگاه زندگی خیش چیزی بجز روشنایی و امید نداشته باشند. پاسارگاد 20 مهر ماه 1350. در طول 2500 سال هر وجب از خاک این مرز و بوم با خون دلیران و جانبازان ایران زمین آبیاری شد تا ایران همچنان زنده و سربلند بماند. بسیار کسان بدین سرزمین روی آوردند
تا آن را از پای در آورند. اما همه آنان رفتند و ایران بر جای ماند. با درودی دیگرباره به نام ایران و با یاد و خاطره پروفسور مسعود انصاری گرامی برنامه امروز رو آغاز میکنم. با دو ایمیل که دوست نازنینم از اروپا بهمن شین عزیز، در واقع دو نوشته کوتاه از دو هم‌میهن، یک بانو و یک کتبان، دو فرزند ایران زمین رو برای من فوروارد کرده بودند، با این دو نوشته کوتاه آغاز میکنم. از ساقی: چرا یک مسلمان نیستم؟ نمیتوانم بر آیینی باور داشته باشم که دستور به کشتن داده است. نمیتوانم یک عمر تمام از مغز خود استفاده نکنم. نمیتوانم قبول کنم که تازینامه با آن همه اشتباه کتابی از سوی موجودی برتر است. نمیتوانم دستورات و فرهنگ بیابانگردان هزاران سال پیش را در زندگی خود اجرا کنم. نمیتوانم یک شیاد به نام روحانی را راهنمای خود قرار دهم. نمیتوانم روزانه چندین بار به زبان عربی بگویم الله از بقیه گنده تر است. نمیتوانم به رسالت محمد ابن عبدالله که هرگز ندیدمش شهادت بدهم من دروغگو نیستم. نمیخواهم سایر مردم دنیا به من بگویند تروریست. نمیخواهم و نمیتوانم کشتار اجدادم به دست مسلمین را فراموش کنم. نمیخواهم و نمیتوانم قوانین مربوط به قصاص در اسلام را انسانی و متمدنانه بدانم. نمیتوانم بنا به دستور خدایی که هرگز درکش نکردم و پیامبری که هرگز ندیدمش، کسی که باوری مخالف من دارد را نجس بدانم. نمیتوانم بنا به دستور خدایی که هرگز درکش نکردم و پیامبری که هرگز ندیدمش، اگر کسی از اسلام خروج کرد بکشمش. نمیتوانم بنا به دستورات اسلامی به سمت زنی که به هر دلیلی با دیگری رابطه جنسی داشته سنگ پرتاب کنم. نمیتوانم منجی خود را ته چاه فرض کنم. نمیتوانم برای خوشنودی خدایی مجهول مقدار زیادی پول را در جیب عربستان بریزم و مقدار زیادی از وقت خود را صرف کنم که دور یک مکعب سنگی بچرخم. نمیتوانم کشتن انسانها با نام الله را توجیه کنم، به خصوص کشتار کودکان را که در صدر اسلام و به دست پیامبر اسلام و امامان صورت گرفته است. نمیتوانم آسایش سایرین را، به خصوص کسانی که به اسلام باور ندارند را، هنگام سحر با پخش گوش خراش از آن برهم بریزم. و و و. از رامین میپرست: نه، من مسلمان نیستم. اسلام ریشه زندگی را در این سرزمین خشکاند. پیش از اسلام باران می آمد می رقصیدیم، باد می وزید به خرمنگاه می ریختیم و می رقصیدیم، تابستان می شد جشن می گرفتیم و می رقصیدیم، زمستان می شد جشن می گرفتیم و می رقصیدیم، زمین های کشاورزی را درو می کردیم می رقصیدیم، زمین ها را می کاشتیم می رقصیدیم، دفع بلا می خواستیم بکنیم جشن می گرفتیم، ماه آغاز می شد می رقصیدیم، ماه پایان می شد می رقصیدیم. خلاصه جشن بود و رقص بود و زندگی بود و خنده بود و شادی، تیرگان بود و مهرگان بود، آبانگان و آذرگان و بهمنگان، اسفندگان و فروردینگان و اردیبهشتگان و خردادگان، سده بود و سوری و سروش. فقط در سال یک بار گریه می کردیم،
برای چیرگی کینه و سنگدلی بر پاکی سیاوش. مردگانمان را هم با سوگنامه سیاوش به خاک می سپردیم که نماد وفاداری بود. اسلام که آمد سراسر گریه شدیم. باران می آید بغض گلویمان را می گیرد و به یاد عذاب قبر اشک در چشمانمان حلقه می زند و به یاد لبان تشنه ابوالفضل می افتیم. باد که می آید وحشت می کنیم و قیامت در ذهن ما تجلی می کند و نماز وحشت می خوانیم و اشک می ریزیم و امام حسین را به یاری می خواهیم. زمین درو می کنیم، سفره فاطمه زهرا می اندازیم که برکت به برداشتمان بیاید. همه سال را گریه بر رخسار خود می بندیم و به هر سال مرگ یک تازی عزا را بر دلها و لبهایمان می نشانیم. سوگ مرده هایمان را هم به نام چند تازی پیوند می زنیم که تنها نماد زنبارگی بودند و تجاوز. اسلام این خاک را ویران کرد، ریشه زندگی را در این سرزمین خشکاند. خب همیهنان نازنین و گرامی من، برنامه سه ساعتی سه شنبه هست و از شش پس از نیم روز به وقت غرب آمریکا تا نه شب با شما گرامیان، یاران و هماندیشان و همدلان و آزادگان، آزادی خواهان همیهنمان خواهیم بود. گرامیان من، با خبری آغاز می کنم که در یکی دو روز گذشته در واقع بازتاب گسترده یافت و در واقع خبری گزارش شد که زن جوان اسیر در دست جلادان مسلمان اشغالگر ایران که 6 سال است در شکنجه و عذاب و هر لحظه در واقع او را هزاران بار به قتل رساندند در این 6 سال و به جرم در واقع کشتن متجاوز و ریپیستی که از ایادی این رژیم بوده است و برای پدافند از خود و پیشگیری از تجاوز جنسی این حیوان محمدی 6 سال است در زندان است و در واقع در عقب مانده ترین کشورها و در میان قبایل آدمخوار هم در واقع انسانی، زنی که بخواهد برای پدافند از جانش و برای اینکه مورد تجاوز جنسی یک حیوان وحشی و درنده قرار نگیرد، اگر متجاوز را بکشد نه تنها برای او جرمی قائل نمی شوند بلکه او مورد ستایش هم قرار می گیرد. اما در میهن اسلام زده و جنایت زده و فساد زده و ترور و تروریست زده، ریحانه جباری بیش از 6 سال است در شکنجهگاه مخوف مسلمانان تازی اشغالگر و جنایتکار ایران سوز، در واقع در یک عذاب و رنج و دلهره هر لحظه و شبان روزی به سر برده است. سپاسگزارم از آریا جان که تصویر این بانوی جوان ستم دیده و اسیر دست جلادان کثیف و فاسد که نشان دادید. امیهنانم خبر گزارش شد که او را از زندان این که در آن بوده است، زندان رجایی شهر کرج، به زندان رجایی شهر کرج منتقل کردند و در واقع هر لحظه او را به قتل خواهند رساند که نام اعدام به این قتل‌های ایرانیان و هر جرمی کرده و ناکرده و در هر شرایطی محاکمه شده، با وکیل، بی وکیل، با سند، بی سند، که در واقع او را خواهند کشت و در بازتاب در میان ایرانیان و گروهی از هنرمندان در ایران و مردم و بازتاب جهانی و سازمان‌های و نهادهای حقوق بشری خبر گزارش شد که نه، این چنین نبوده است. دوباره تا جا میزنند نمیگویند جا زدیم، میگویند چنین خبری نبوده است و او به رجایی شهر منتقل نشده بوده به زندانش. و بعد هم خبرگزاری رسمی جنایتکاران اشغالگر گفته است که
معمولاً فهرست اعدام‌ها یعنی قتل‌های محمدیان که از ایرانیان انجام می‌دهند هر روز یک روز پیشتر اعلام می‌شود، یعنی در این مورد برنامه بسیار دقیق دارند که موی لادرزش نمی‌رود و همه را دقیقاً اجرا می‌کنند. معمولاً یک روز پیشتر اعلام می‌شود، قبلاً این خبر خوش را می‌دهند که ما می‌خواهیم مثلاً 2 تن، 5 تن، 50 تن، 5000 تن را حتما به قتل برسانیم روی جدول و دقیق. و فهرستی که به ما داده شده نام خانم جباری وجود نداشته است و چون ایرنای لجن میگوید همه هم باور میکنند و در واقع تلاشای جهانی و بخشی از ایرانیان بیدار با وجدان در درون ایران پیشگیره این جنایت نبودند. اصلا نام ریحانه جباری که قرار است به قصر برسد به جرم پدافند از خود و جان خود و پیشگیری کند از تجاوز جنسی یک حیوان محمدیه که از کارکنان پیشین وزارت اطلاعات جمهوری سربری و تجاوز جنسی محمدی بوده است و در هر حال سازمان عفو بین الملل هم بیانیه‌ای بازتاب داده که ریحانه جباری 6 سال پیش به اتهام قتل مرتضی سربندی از کارکنان پیشین وزارت اطلاعات که قصد تجاوز به او را داشته بازداشت شده و جریان رسیدگی به پرونده این متهم دارای ابهامات بسیاری بوده است. آن جنایتکده محمدی را هم که نام دادگاه را این مسلمانان دروغگو و خود اهریمن و اهریمن باور نگاه داشتند بی دادگاه اشغالگران تازی مسلمان محمدی است و نزدیک 36 سال است که در واقع چهره ظاهر قانونی و دادگاهی و به همه آن مراحلی که باید وجود داشته باشد ظاهر آن را انجام می‌دهند و قتل‌هایشان را فارغ از این که طرف مجرم بوده است نبوده است، وکیل مدافع داشته است نداشته است، وکیلش تسخیری بوده است خودش توانسته وکیل بگیرد، آیا مدارک کافی بوده است، آیا از خود توانسته است درست پدافند کند، آیا آن حیوانی که آنجا نشسته است به عنوان قاضی محمدی یعنی جلاد و دشقیم اشغالگران اصلا میشنود میبیند یا پیشا پیش تصمیم گرفتند و در واقع میدانند چه کسانی را باید به قتل برسانند برای نگاهداری النصب روب و اشغال ایران توسط جلادان تروریست و مسلمان، و یا اینکه به هر دلیلی میخواهند او را آزاد کنند و اگر طرف خانواده ثروتمند داشته باشد آیا میتوانند میلیاردها تومان باج بگیرند و آزادش کنند حتی اگر قتلی را هم مرتکب شده باشد. فرقی نمی کند، دادگاهی وجود ندارد در ایران. قتلگاهی است با شریعت اسلام یعنی شریعت اهریمن. داعش هم همچنان داغ‌ترین مسئله است هم میهنانم، اما باز به خبرهای گزارش شده از میهن اشغال شده یمان به مدت نزدیک 36 سال و سکوت 5-6-7 میلیون تن ایرانی از دست جلادان و اشغالگران گریخته در بیرون از کشور و نظارگر سوختن و آب شدن ایران و ایرانیان. بابک زنجانی در زندان به کاسبیش ادامه می دهد. بابک زنجانی که نزدیک برخی میگویند 2 میلیارد دلار، یکی دیگر میگوید 4 میلیارد دلار، تازه مبلغ دزدی و غارت سرمایه های ملت ایران هم دقیقا
روشن نیست که چه مبلغی است. تحریم ها را دور زده است که نفت را بفروشد، پول ها را به حساب های گوناگون ریخته است. با پشتیبانی جانوران اشغالگر، بسیارانی بر این باورند که بسیاری از نشانه ها حکایت از پشتیبانی خامنه ای جلاد و به ویژه پسر فاسد جنایتکار ایرانسوزش مجتبا، مانند دستیاریش با یک دزد و ضد ایرانی دیگر به نام رضا زراب و رضا سراب از نوکران ترک شده، همه سرگرم چپاول و غارت‌های میلیارد دلاری و یورویی از دارایی‌های ملت ایران. کارگران ایران گرسنه، گزارش‌ها بی پایان، بسته شدن کارگاه‌ها پشت سر هم، نابودی کشاورز ایرانی، نابودی زمین‌های کشاورزان، گرسنگی آنان، به بدبختی دچار شدنشان، برخی از کارگران ایرانی که ظاهراً هم کار دارند، 6 ماه است دست مزدشان را که در واقع مزد قطره قطره خونشان است، آن شندرغاز را هم دریافت نکردند. خود و خانواده هایشان در رنج و گرسنگی و فقر و بدبختی که طبیعی است گرفتاره هزاران جرائم اجباری که باید انجام بدهند برای زنده ماندن، که بعد دوباره بالای دار تازیان اشغالگر کشیده شوند و رقص مرگ کنند. این از زندگی ایرانیان، نه این چند میلیونی که به بیرون آمده اید، کم یا زیاد شیک و پیک شده اید و راحت و آسوده برای خود هستید و کاری با میهن و هم میهنان و کودکان گرسنه و کهنسالان خرد شده و توهین شده ایرانی ندارید. بابک زنجانی در زندان به کاسبیش ادامه میدهد. عضو کمیته پیگیری پرونده بابک زنجانی، یعنی میدانید که این قبایل تازی که هر کدام قدرتی را بیشتر به دست میگیرند، آن یکی را میخواهد از میدان بدر کنند، نه برای منافع ملی و نگاهبانی از ایران و رسیدگی به مردم و برقراری داد و دادگری. رقابت و جنگ میان غارتگران اشغالگران، همه تازی پرست و همه ضد ایرانی هست و همه دشمنان آب و خاک و آن ملت و آن فرهنگ و آن تاریخ هست. حالا عضو کمیته پیگیری پرونده بابک زنجانی، یعنی گزارش خودشان است، میگوید او کاسبیش را در زندان ادامه میدهد. یعنی او را به زندان انداختند، هر روز این جانیان و آدم کشان و شکنجگران محمدی وزارت اطلاعات جلادان می آیند سخن می گویند از دزدی های زنجانی در زندان است و داریم تلاش می کنیم ببینیم پول ها را کجا گذاشته، از کجا از این بانک با آن بانک رد کرده است و یک هیئتی را فرستادیم رفتند نمیدانم ترکمنستان بررسی کردن، یک هیئتی را فرستادیم تاجیکستان رفتن بررسی کردن، چیزی پیدا نکردیم، تا تایلند رفتند، یک گروه به فیلیپین فرستادیم، یک گروه به کجا فرستادیم. می شنوید که این خبرها را در زندان دارد کاسبی میکند، یعنی در آنجا بیزینس را، حتما دفتر و کامپیوتر و سکرتر و همه چیز هم دارد، هنوز دارد ادامه میدهد. میلیاردها دلار ایران پول داروی کهنسالان و کودکان ایرانی و بیماران ایرانی، پول یک لیوان شیر برای بچه های ایران، پول یک مدرسه یا آبرومند برای کودکان له شده ایران، یک سرپناه ساختن برای میلیون ها کودکان بی سرپرست و آواره و ریب شده و خورد شده و گرسنه در خیابان های ایران بالا کشیده است. در زندان میگویند، در زندان دارد هنوز کاسبی میکنند.
دارایی های او بسیار کمتر از بدهی هایش است. شما هم که فقط زندانی را باد میزنید. انقدر همه اصول انسانی، حقوق بشر و چه و چه، 36 سال است ما دیگه این میدانیم، این یکی را دیگر نمیشود از شما گرفت، که او در آنجا نشسته از شما میبرید او را به بازجو، او هم میگوید ندارم، و شما هم میگویید بفرمایید چلو کباب برایتان نهار سفارش دادیم، بروید استراحت کنید، فردا دوباره 2 ساعت بیایید بازجویی. نمیتوانید از او اطلاعات به دست بیاورید که میلیاردها دلار را چه کرده است، چون با خودتان تقسیم کرده است، چون با آن تروریست احمدی نژاد که با کاپشن پاره می آمد که بگوید خیلی مسلمان است و مانند علی سربر خرمالیس می زند و دار دسته ی آن قبیله دزدان، همه این دزدی ها را کرده است. مگر فقط همین روس بیزاده بابک زنجانی است؟ مگر فقط همین یک پرونده است؟ 36 سال است. سه یا چهار وزیر احمدی نژاد در این پرونده درگیرند. با بقیه ایشان چه کردید؟ با آن رحیمی دزد و با اون کثافت ها یکی پس از دیگری، که اکنون با این 3 یا 4 وزیر چه بکنید؟ با پاسداران رود فروش، برادران قاچاقچی که هست و نیست ایران را به قباله ننه تازی آنان نوشته ای، با آنان چه میتوانید بکنید؟ تپه ای را سالم گذارده اید شما، سراپای ایران را، ادارات ایران را، کارخانجات ایران را، کوچه و خیابان ایران را به عفونت و کثافت اسلامتان آلوده کرده اید، همه را به فساد کشانده اید، هر نوع فسادی، به دزدی، به بی‌اعتنایی به هم میهن، به چپاولگری، به خود اندیشیدن و قبیله خود و از روی هزاران پیکر بهترین ایرانیان گذشتن. اسلامتان این است، فرهنگتان این است، جهانی که میسازید این است، همه جایی که اسلام است همین است. از جمله وزیر دارایی، رئیس بانک مرکزی و وزیر نفت، ده تن از عوامل زنجانی تا به حال دستگیر شدن، ولی او در زندان هنوز کاسبی می کند. حتما دستگیر شدن که پولها را بیاور دوباره با هم تقسیم کنی، به ما کم داده ای یا چه؟ زنجانی در شرایط مساعدی کارها، اختلاسها و کاسبیش را بدون هیچ مانعی مدیریت کرده و ادامه می دهد. اژه‌ای جلاد شکنجهگر آدمکش محمدی و دیگر عفونت ها مانند جنایتکاران، برادران طائب و همه فتح المبینی ها، همه قاتلان فرزندان ایران و میهن پرستان ایران، هر روز می آیند می گویند پروندش این است، پروندش آن است. در زندان، در زندان زیر نظر اژه‌ای کاسبیش را می کند. یک جنایتکار، یک تروریست و یک آدمکش که در همان آغازین روزهای قادسیه دوم خبری که بازتاب پیدا کرد، هنوز این جانوران در همه جا مسلط نبودند،
هنوز ایرانیان پاک دامن میهن پرست در ادارات، در نشریات، در خبرگزاری ها بودند. جانور حیوانی به نام علی شمخانی، چاقوکش با سوابق چاقوکشی و تجاوز جنسی، در اهواز مستقیماً هفتیر را کشیده بود و یک دانشجو را مغزش را متلاشی کرده بود. در روزهایی که شلوغ شده بود و همه مصدقی ها و توده‌ای ها و مجاهد و فدایی و راه کارگر و همه تروریست های ریز و درشت و حایسه جوادی و همه به دنبال امام خمینی بودند و اینها راه افتاده بودند، همین شمخانی به نشریات آن زمان دسترسی داشته باشید خواهید دید. لباس نظامی پوشیده است، خیلی هم یال و کوپال براق و طلایی. رفته است به لبنان از ارث ننه تازیش و ملخارش. فرموده است کمک های نظامی جدیدی به ارتش لبنان خواهیم کرد. جمهوری اسلامی کمک های نظامی بیشتری در اختیار لبنان قرار می دهد. این کمک ها در سفر وزیر دفاع لبنان به تهران تحویل داده می شود. به تروریست هایی که قرار بود شیخ حسن نصرالله آدمکش لواطکار جنایتکار شیعه محمدی که آنان را پروار کردید و تروریست های سربرش را با پول خون ملت ایران و دزدیده شده از بچه های ایران پروار کردید، بر ضد دولت کشور مستقلی به نام لبنان و آن همه ویرانی و کشتار و فاجعه آفریدید برای لبنانی ها. اکنون با دولت لبنان دوست شده اید. برادران سنی سربر داعشتان دارن به مرزهای لبنان نزدیک می شوند یا چه؟ اسلام جز جنایت و کشتار برای بشریت چه آورده است؟ و این شاخه های این تنه جنایت و ترور که هزاران شاخه ترور و آدم کشی و خونخاری که یا باید از یکدیگر بکشند و بعد دست به دست هم بدهند انسانهای بیگناه دیگر را نابود کنند و بکشند و زندگی ها را بسوزانند و سرزمین ها را به نابودی بکشانند، این است اسلام برای جهان، این است دستاورد اسلام، این است داعش شیعه، آن است داعش سنی، آن است سلطان تغذیه کننده ترور سنی داعشی و القاعده العربستان، کویت پشتیبان شاخه سنی جنایتکار گروه دیگر با نام دیگر، امارات همین گونه، قطر همین گونه. اکنون کره زمین در وحشت النسب روب اسلام است، فساد گسترده شده در جهان، نایستادن کشورها و دولتهای غربی مدرن پیشرفته در برابر این هیولا که اصلا خود نیرو بخش این هیولا بودند، هنگامی که او را از غل زنجیر آزاد کردند و به جان آن منطقه انداختند برای غارت های پایان ناپذیرشان، نمی دانستند چه هیولایی را دارند آزاد می کند. اکنون به جان خودشان افتاده است.
در آمریکا رفته است، به اسلام مشرف شده است، بعد رفته است در محل کار بدون هیچ پیشینه و هیچ برخوردی، مثلا از همکارانش به یک زن حمله کرد، سر او را جدا کرده است، نه اینکه فقط شاهرکش را زده است، سر را کاملا مدل محمدی داعشی قطع کرده است، زن دیگر را هم چاقو چاقو و دشناجی میخواسته سر او را هم ببرد که یکی از این سکیوریتی گارد ها آمده است و این حیوان را با تیر زده است. بعد رفتند فیسبوکش را سایتش را دیدند، فقط تصاویر بریده شدن سر انسان ها، زنهای کتک خوره به جهاد نکاح یعنی فاحشگی رسمی محمد رفته با چادر چرقد، تصاویر بن لادن، همه و همه. آمریکا هنوز پلیسش جرأت نمی کند بگوید این ترور بوده است، ترور محمدی. اینگونه می خواهید بروید به جنگ این هیولا؟ رفته اید داعش را آنجا بمباران می کنید؟ هزاران داعشی، شاید میلیون ها داعشی در همین داخل آمریکا چشم به راه و منتظر فرصت هست. بله خب، از آریا جان شماره دو رو نازنین من از که شامل دو لینک هست، همیهنانم جمعاً 7-8 دقیقه هست، شاید 7 دقیقه و چند ثانیه، دو کلیپ کوتاه، اروپا و اسلام و وضعیت کشورهای اروپایی. اروپا در واقع زادگاه و مادر زندگی مدرن، این دستاوردهای بشری و همه آن داده هایی که انسان قرن 21 در واقع با آن خو گرفته است، برابری انسان ها، تلاش هر روزه در بهبود وضعیت حقوق بشر، پذیرش دگر باشی انسان ها، برابر قرار دادن انسان ها بدون اینکه چه دینی دارد و از چه نژادی است و چه جنسیتی دارد و از کجای کره زمین آمده است، آزادی بیان و بسیاری دستاوردهای که مایه این پیشرفت و این اطلاع زندگی انسان شده است، صده ها برای آن خون دل خورده شده است، برای این دستاوردها صده ها از قرون وسطای سیاه پس از جنگ های بسیار در همان اروپا، جنگ های 30 ساله، جنگ های 70 ساله، جنگ های 100 ساله، زیر و رو شدن چند باره این بخش اروپا، آن بخش اروپا، انقلاب های بزرگ، ریفرم مسیحیت، برآمدن لوتر و پروتستانیسم و و و عصر روشنگری و همه اینها و اعتلاء هنر و آزادی اندیشه برای انسان ها، بر طریق قرار دادن اندیشه‌ای آزادی وجدان ندین، بالا بودن آزادی وجدان، بالاترین ارزش انسانی، انسانی که وجدان آزاد دارد، شک می کند، پرسجو می کند، بدون واهمه‌ای، بدون ترسی راه‌های جدید را پیدا می کند و در واقع در حال تولید و گسترش و پویایی و پیشرفت و
همان اندیشه والایی که هزاران سال پیش ایرانیان با آن رسیده بودند، تازه گردانی جهان از اشو زرتشت. اکنون اروپا را ببینید در همین دو کلیپ، پای چند هزار مسلمان که اکنون دیگه شدن چند میلیون جمعاً در اروپا، به میان این تمدن مدرن گشوده شده است. ببینید به کجا کشاندند. هنوز نه دولت‌های اروپایی را به دست آوردند، نه فتح الفتوح‌های آنچنانی کردند. ببینید به چه کثافتی و به چه اضمحلالی و به چه خطری همه چیز را کشاندند. شماره دو، هر دو کلیپ را آریا جان پیاپی پخش کنید عزیزم. Is looking less and less European these days, and that's giving rise to a clash of cultures. Correspondent Greg Burke reports from Brussels. When you think about Brussels, Belgium, you tend to think about the heart of old Europe, a city that's been standing there for centuries, a place where visitors find lots of excellent beers and very fine chocolates. Think again. Think about one of the biggest and youngest Muslim populations in Europe. Right-wing Belgians are worried for their future. It's terrifying me, and it's a threat for everybody who lives in Brussels. And it's important to know that the capital of Europe, Brussels is the capital of Europe, will be Islamized within 10, 20 years. Belgium needed immigrant workers in the 1960s and 70s, but integration didn't come easily for the Moroccans and Turks who arrived. While there are no hard figures, as much as 25% of the city is Muslim. Molenbeek is a part of Brussels with one of the largest percentage of Muslim residents. The socialist mayor of Molenbeek thinks Belgians of different creeds can learn to live together. Ils sont là. Be realistic. They're here, they're relatively numerous, and they're growing. Do you want your children and grandchildren to live a kind of civil war, or do you want them to live in peace? The imam of one of the city's main mosques takes a similar line, saying everyone's in the same boat and has to work together so the boat doesn't sink. The mosque shows the vibrancy of the Moroccan community in Molenbeek, with thousands showing up for Friday prayers. But there are problems. The neighborhood is so dangerous, police gave us an escort while taping and told us it would be safer to stay in the car. It's a double danger, both rampant street crime and anti-Western sentiment. Some Belgians claim Muslim enclaves are forming in Brussels and charge that the government is bending over backwards to appease the Islamic community. It's not the Muslims who are integrating in our society, but it is our society who adapts to the demands of radical Islam. While Molenbeek may not be the breeding ground for jihadists that some claim it is,
Dozens of North Africans have been arrested in Belgium over the last few years on terror charges. In Europe, they're already talking about what big city will be the first to have a Muslim majority. Could be here in Brussels. The United States, of course, is still a long way away from that. But if America does have anything to learn from Europe, it's that the lack of integration in the Muslim community comes with a very heavy price. In Brussels, Greg Burke. The debate over the Muslim veil comes at a time when an alarming number of British-born Muslims are being indoctrinated to hate the very country that they live in. These young men are willing to kill thousands of innocent men, women, and children. After the attacks of 9/11, there was a big push to integrate the nearly 2 million Muslims into British society. Easier said than done. A recent survey of Muslims shows that just 44% of 18 to 24-year-olds feel Britain is their country. 30% would rather live under Sharia law than democracy. 28% would like to see Great Britain become an Islamic state. And an overwhelming majority, 81%, consider themselves Muslim first and British second. Many also find it difficult living in a modern society while remaining devout. How do you find a way to bring those two worlds together? I mean, it's not an issue of bringing the two worlds together. I have chosen my path and I will stick to it. Muhammad is part of the second and third generation of British Muslim immigrants who are struggling the most to find their place in society. Melanie Phillips has documented the rise of Islamic extremism in Britain. They don't feel they belong because they are stranded between their parents' values and society, which they reject, and the decadence of Britain. These youngsters are not only detaching themselves from society, but are becoming more zealous in their faith. They fall victim to radical Islamists who tell them that Britain and Western values are to be despised. Living in this world, in this Western culture, be patient, you know. To avoid such evils, Muhammad Yudin, like so many other Muslim immigrants, moved into so-called parallel communities, where there's little hint of mainstream British culture. So they move into an area where there are lots of Muslims and lots of South Asians. Areas like East London, which has the highest Muslim population in the country. I feel very safe here as a Muslim. We can practice our faith with no distractions. Spend a few minutes on the streets of East London and you'd think you are in some Middle East capital. There's nothing here that you can't buy, mostly products Muslims want. There's no doubt that Islam today is having a profound impact on British culture and society. Take, for example, the bank across the street. It offers Sharia checking accounts, and increasingly Muslims are flocking to such banks. Muslims are forbidden under Islamic Sharia law to do business with banks that earn or charge interest. This camera is Muslim, and this bank, the Islamic bank, it's following the rule and regulation of Islam. Parallel communities like the one here in East London are emerging all across Europe. And in fact, some Muslims like to claim these areas are off limits to non-Muslims. Case in point, when Britain's Home Secretary John Reid visited East London in September, Abu Izzaddin, a radical Islamic leader, shouted at Reid, saying, "Come to Muslim area." Reid replied, "My friend, there is no part of this country which any of us are excluded from." Britain has prided itself on being a multicultural society, but Melanie Phillips says multiculturalism has instead allowed radical Islamists to flourish. The host community is saying multiculturalism, everyone's culture is identical value, minority to minority, and identical value minority to majority. So the majority is saying, you want to integrate? Forget it. We don't want you to because we no longer have any belief in what you're going to integrate into. That's really the damage, where the damage has been done. Phillips also says that since 9/11, the British government has bent over backwards to appease and accommodate the radical Muslims. It's taken the line of least resistance, and it very foolishly, in my view, believes that if you give in to the demands being made by extremists, you kind of make the problem go away. Well, we know that that's not true. It makes it worse. There is growing sentiment here in Britain and throughout Europe that Islam and Western values don't mix. Some are even beginning to question the idea of multiculturalism. For now, though, criticism of Islam has once again sparked anger among British Muslims, this time over the veil. And once again, Britain faces the challenge of how to win Muslim hearts and minds that appear closed for the moment. بله همیهنانم، سالها کشورهای غربی
در واقع ارزش های نهادینه شده خودشان را زیر پا گذاردند، چشم فرو بستند بر گسترش فساد، پسماندگی و به وجود آمدن جزیره های آدمخواری در میان پایتخت ها و شهرهای کوچک و بزرگ پیشرفتهشان، به حساب اینکه با اسلام عزیز بیزنس های میلیارد میلیاردی بکنند و گمان میکردند به این کلونی های کوچک و بزرگ هم میشود مانند لانه موش ها و طاعون زده و گتوهای پر از عفونت در واقع چشم بست و آنها را در میان خودشان در آن گندابه ها به سر خودشان گذاشت و در برابر این جنایت و این پسماندگی و این فرزند کشی، زن کشی، پولیگامی، چند همسری در میانه کشورهای غربی در واقع اقدامی نکردند و اکنون رسیده است به بریده شدن سر به عنوان کاری روتین و روزانه که دیگر اکنون به خاک اصلی آمریکا هم رسیده است. این هم همیهنانم چند خبر دیگر از برقرار شدن جامعه اسلامی که فقط پاکی و پاکدامنی و آسایش برای ایرانیان برمغان آورده است. یک استاد دانشگاه که از اساتید حکومتی هم هست گفته است جامعه اسلامی ایران غرق پورنوگرافی شده است. با جداسازی جنسیتی دوباره دو جنس مخالف را در برابر یکدیگر به عنوان خطر و فساد قرار دادن، چون باید جامعه عربستانی و حجازی بسازید با دین اسلام. در جامعه مدرن انسان‌های برابر، زنان و دختران مستقل، آزاده، با حقوق برابر مردان، بدون هیچ تبعیضی در اثر لیاقت و دانش و تحصیلات و تلاش هر شغل و هر جایگاهی را بتواند به دست بیاورد مانند مردان، آن در آن جامعه می‌دانید پوسیدگی و گندیدگی استفراغ آور اسلام دیگر نخواهد ماند. بنابراین برای ماندگاری اشغال ایران در دست تازیان مسلمان باید از کوبیدن زن ایرانی، از جدا کردن زن و مرد ایرانی در جامعه، در تاکسی، در اتوبوس، در سینما، در ورزشگاه، در خیابان و همه جا. به گمان خودتان می‌خواهید ایران هزاران ساله و بعد ایران پیشرفته دوران پهلوی که پدر بزرگ و مادر بزرگ های نسل کنونی که 36 سال است در جنایت کرده ای که شما از اسلام برای ایرانیان دوباره ساخته اید، از پدر بزرگ و مادر بزرگ هایشان فقط آلبوم آنها را که میبینند تازه میفهمند چه بلایی بر سرشان آمده است. آلبوم عکسایشان را، پدر بزرگ ها، مادر بزرگ ها. جامعه ای را ساخته اید که از بام تا شام از عفت و نجابت و اخلاقیات، اخلاقیات برای شما محمدیان همانیست که شما تعیین می کنید. اخلاقیات برایتان در پیوند با میهن دوستی، رعایت محیط زیست، ادب اجتماعی، رانندگی، چگونه دانشگاه رفتن، رفتار مردم با یکدیگر در خانواده، رفتار مردان نسبت به زنان و و رفتار با کودکان، رفتار با حیوانات، اینها جز اخلاقیات محمدی نیست. اخلاقیات برای شما فقط آلت تناسلی است که آن را هم فرمول و قانونش را که از آغاز تا پایان اسلام متمرکز بر آلت جنسی است شما تعیین می‌کنید آن قالب را.
و برای ساختن یک جهان محمدی و یک جامعه اسلامی باید این سرکوب ها و این خفقان را از کودکی در انسان ها نهادینه کنید. دستاورد همین می شود که بیایید خودتان بگویید جامعه اسلامی ایران غرق پورنوگرافی است. مگر از بام تا شام درباره چه شد سخن میگویید شما بی سوادان هرزه از خمره فیضیه و هر عفونت کده دیگر بیرون آمده، جز نجاسات و نمیدونم کتاب کافی و نمیدونم این آشغال هایی که میخوانید، مگر اندیشه دیگری دارید؟ مگر شما آگاهی از این جهان دارید که وزیر شده اید، وکیل شده اید، کارخانجات را به دست گرفته اید، دانشگاه ها را به دست گرفته، از قم و فیضیه استاد برای دانشگاه تهران و دانشگاه شیراز فرستاده اید؟ جامعه اسلامی این است. جامعه اسلامی جامعه است پر از انسانهایی که در بیرون به چیزی تظاهر می کنند، در درون چهار دیواری با آن تضادها، فشارها، آرزوهای سرکوب شده، شخصیت های منکوب شده و تحقیر شده به پشت دیوارها که میرسند فقط سرگرم چنین کارهایی میشوند. برای اندیشه سخن گفته اید، برای ساینس و دانش سخن گفته اید، کاخهای جوانان و گردش و تفریح برای کودکان ایرانی مانند همان دوران طاغوت، سفر شمال و سفر جنوب و سفر اروپا و زندگی ارزان و تحصیلات رایگان و احترام زن و احترام کودک و هنگامی که اندیشه انسان ها به گونه بنیادین می داند آزاد است، هر توانایی را در خود می بیند، هنری، کارهای اجتماعی، انسانی، توجه به محیط زیست، هر کس به چیزی دلبستگی دارد، مانند همین کشورهای متمدن می رود و در آن شکوفا می شود و مایه شادی برای خود و بالا رفتن درجه انسانیش، اخلاقیش، اجتماعیش می شود و شادی برای دیگران می آفریند، برای سرزمینش، میهنش، همسایگانش. هنگامی که انسان را محروم کرده اید حتی از سخن ساده و بیان آرزوهای ساده هر انسان، از پیاده روی بدون وحشت در خیابان، دختر و پسر جوان با هم به آزادی بروند، خرید کنند، در گوشه کافتریایی بنشینند، هم سخن بشوند، سینما بروند، ورزش بکنند، شما فاحش خانه محمدی میخواید و کلید فاحش خانه هم باید در دست شما باشد. با آن جامعه آنگاه میگویید عفیف مالیات پایین تنه و روابط جنسی را باید به شما نجسهای سر قبر آقا، روزخانها، کفندوزها و مردشوهای دیروز پریروز بدهند. رئیس جمهور هم که شده اید شما لواطکاران خمری، هنوز چشمتان به خمس و زکات و سر قبر آقا پنج تومن گرفتن است؟ چون اینید، ذاتتان این است، اندیشهتان این است، درجه اجتماعیتان این است، لیاقتتان این است. مردان غرق در پورنوگرافی شدند، زنان نیز به تماشای فیلم‌های پورنو گرایش پیدا کردند. عمامه‌های خمره‌تان را بالاتر بگذارید. زن آزاد، دختر آزاد، آموزش و پرورش سالم، دختر و پسر از کودکی با هم همبازی، از مهد کودک، از کودکستان، دبستان، دبیرستان، آزاد در خیابان و شهر و روستا، دیدید در آن چند دهه چه رشدی کرد ملت ایران در دوران باشکوه پهلوی.
چون ایران در دست شما جنایتکاران فاسد مفت خوره بی ارزش هرزه محمدی نبود. تازه این همه گهخوری هم می کردید. باز گزارش خودشان هست هم میهنانم، با پولهای مسکن مهر میدانی چه تبلیغاتی آن شپشک زیر دوم و بزغاله و دوزها و دارادسته های آن قبیله به راه انداخته بودند. برای کم درآمدها و حاشیه نشینها داریم آپارتمان سازی میکنیم. بسیاری از مردم پس اندازا یک عمرشان را در این بدبختی و بیچارگی اقتصادی و چپاول و غارت ایران دار و ندارشان را جمع کردند، رفتن ثبت نام کردند که بعد آپارتمانی چیزی بگیرند. خودشان اکنون میگویند با پولهای مسکن مهر فرزندانشان را به خارج فرستادند. زمانیان عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت برخی تعاونی ها که به صورت فامیلی هیئت مدیره آنها تشکیل شده از مردم برای اجرای پروژه های مسکن مهر پول دریافت کردند و قصد دارند که پروژه های مسکن مهر را به صورت نیمه کاره به مردم تحویل دهند. این در حالی است که همه پول مورد قرارداد را به صورت کامل دریافت کردند. در دولت قبلیان هم آک دولت بوده ها، مثل مال اردوغان جنایتکار احمدی نژاد با کاپشن پاره. در دولت قبل اعتماد بیش از اندازه، عدم نظارت دقیق، خب آفتاب بردار رهبرتان بوده است و نور چشم او و مورد اعتماد او و همه شما جنایتکاران و دزدان و هرزگان، کدام یک از شما لیاقت آن پست و صندلی را که دارید به دست آوردید؟ کدامتان در کدام شانس برابر برای مردم ایران؟ با کدام تخصص؟ با شش اکابر رفتید دکترا خریده اید با پول غارتی که از کودکان گرسنه ایران به دست آورده اید، به در و دیوار قاب کرده اید؟ مگر قاب کردن یک کاغذ به دیوار به شما دانش و بینش و تخصص میدهد؟ اعتماد بیش از اندازه، عدم نظارت دقیق و عدم قانون. مثلا در دورهای دیگر همین کارا رو کرده بودید، نظارت دقیق از این دزدی ها که شبانه روز 36 ساله است، این میلیارد میلیارد ها رسمنجانی که الاغ پدرش رو هم ناچار بود است بفروشد، اکنون بیلیونر است به دلار و یورو، خود و فواحشش. در آن دوران هم احمدی نژاد بوده است. سید علی هرزه جلاد، بدکار، جنایتکار و پسران جنایتکار و هرزش و دزدش فقط 2 میلیون پوند برای اینکه این پسر جنایتکارش از دختر وافورش حداد عادل صاحب فرزند شود، یک طبقه بیمارستان در لندن سرزمین اصلی اربابشان، یک سال آنجا روسپی حداد عادل دخترش که زن پسر جنایتکار رهبر بود، 2 میلیون پوند انگلیسی صرف معالجه این کثافت شده است که از این کثافت فرزندی زاده شود. سید علی که برای 5 ریال همه می دانند چه کاره بوده است در مشهد و حوالی، همین 2 میلیون پوند انگلیسی را، فقط یک قلم را از کجا برده است؟ فقط شپشک زیر دم و بزغاله تروریست آفتابه بردار سید علی فاسد و دزد و حساب پس نمیداده است با کاپشن پارش. این جنایتکارانی مانند پور محمدی و اژه‌ای و طائب و این قاتل ها، این ولگرد های دو قرانی دیروز که همه در خانه ها و منشن های رویایی زندگی میکنه، از کجا آوردند؟ شما تازیان اشغالگر، شما دشمنان ایران و ایرانی، مثلا میایید این را بگویید، میگوید که دولت مثلا حسن کفتار بنفش خیلی پاک هست، حالا نوبت شما رسیده است پاکی و آکی.
کدام ایرانی است که بیدار باشد، آگاه باشد، به مسلمان باورمندان هم مفتخر به تازی بودن سخنش را باور کند؟ مسلمان مگر راست میتواند بگوید؟ هنگامی ذات خودش را مسلمان نشان میدهد، عریان و برهنه، که شمشیر دودم در دستش و دیگران زیر دست و پایش افتاده باشند، آنگاه اندیشه واقعیش را و خواسته های واقعیش را و دنیایی را که میخواهد به نمایش میگذارد. این حیوان نامش زمانیان است. تعاونی ها در مورد موعد مقرر خانه های مردم را تحویل ندادند، پول مردم را صرف خرید ماشین و منازل آنچه نه، این پول های دزدی از نفت و معادن و بالا و پایین و هر چیز ایران در دست ایران است. پسنداز های اکثرا هم ایرانیان طبقه متوسط به پایین که خواستند مثلا یک سرپناه داشت باشن، یک آپارتمان 50 متری، 60 متری، 70 متری، یک سرپناهی برای خود خانواده داشتن، هست و نیست و طلا و هر چی که بوده از فرشی چیزی فروختن، پس اندازه یک عمر بدبختی را بودن، اینها را هم بالا کشیدن، خودشان میگویند ماشین و منازل آنچنانی برای خود خریده و فرزندانشان را به خارج از کشور فرستاد. به خارج از کشور فرستادن با تروریست های مانند اکبر پونزی گنجی و فواحشی مانند حقیقت جو و همه توده ها و اینها و خائنین و اینها هم که قبلا آمدن با مصدقی ها جمع بشوند و لجن سبز و پرچم های سبز و به جنگ شیر خورشید بروند. همین ها دانشجویان اینانند، دانشجویان ایرانی میگویند. سپاسگزارم از سرباز میهن نازنینم که بار گذشته یاری اعلام کرده بودید $200 دریافت شد. بانو ماندانا پنج عزیزم یاری ماهانتون واریز شد، سپاسگزارم. بانو کارمن و کتبان منوچهر عزیزم یاری ماهانه اکتبرتان رسید، سپاسگزارم. و کاظم عزیزم یاری ماهانه اکتبرتون را هم واریز کردید، سپاسگزارم. و این چهار تن یارانی بودن که ما در واقع یاریشون رو دریافت کردیم. در این بخش هم میانانم پنج کلیپ کوتاه هست که کوشای نازنین، یار و همرزم روشنگر و مبارز و نور چشم من، این کلیپ ها رو همیهنانم از یک فیلم بلندی که از تلویزیون من و تو تهیه شده و بازتاب پیدا کرده برای سنگر بیداری ایشان ادیت کردند و چند بخش جداگانه هست، جمعاً پنج بخش جداگانه، کوتاه و بلند، 3-4 دقیقه‌ای، 2 دقیقه‌ای و جمعاً 14 دقیقه است. میهنانه از آریای نازنی خواهش میکنه به ترتیب این اتشمنت ها رو پخش بکنند و در واقع گمان میکنم همین 14 دقیقه بیانگر آن چیزیست که بر سر ما آماده است. ایرانی که بود با همه خطرات جهان آن زمان، بیرون آمده از لجنزار قاجار، آن فداکاری ها زیر سایه دو پهلوان ایران زمین، پیش از اینکه پادشاه ایران باشند آنها را بنامیم، رهبر بنامیم، فرمان روا بنامیم، فرقی نمی کنه. دو فرزند پهلوان و نیک سرشت و میهن پرست و زنده کننده ایران و ایرانی، دو پادشاه بزرگ پهلوی،
این مصیبتی که بر سر ما آوار شد، توطئه جهانی، درست. بیچارگی های 1400 ساله مانده در اندیشه و زوایای زندگی ایرانیان، درست. چون در 5-6 دهه و با آن اهریمن لانه کرده و خانه کرده 1400 ساله عملی نبود، در 5-6 دهه این پاک سازی صورت بگیرد. اما آن درخشش های ایران و آن توانایی های زنان و مردان ایران که در جهان خوش درخشید و یگانه بود، و آن برنامه ریزی های حساب شده از سوی این دو ابرمرد تاریخ ایران، رضا شاه بزرگ پهلوی و آریامهر بزرگ پهلوی، با دستیاری و تلاش چند نسل ایرانیان، پدران و مادران ما، و بعد خیانت از داخل، خائنین مغز باخته ای که خود را اکثرا هم روشن فکر می نامیدند، توده های هنوز اسیر هیولای پوسیدگی دشمن پرستی اسلام را با 4 شعار آبکی و بچه های دانشگاهی را، این مدعیان روشن فکری و 2 کتاب خوانده، با نام های هیجان انگیز چگوارایی و چپ بودن و انقلاب و چه و چه، ایران را به مهلکه قادسیه دوم افکندند. همیهنانم میدانیم، گفتیم، تکراریست، اما باز باید بگوییم، باز باید عمیق بیندیشیم. به ویژه من همواره گفتم بیشترین مسئولیت بر دوش این چند میلیون ایرانی بیرون از ایران است، این را بدانید. گمان نکنید فقط خود جسته اید و رسته اید، به گوشه ای از جهان با هزاران کیلومتر فاصله از ایران رسیده اید، خیلی هم همه رنج برده و بدبختی تا دوباره پا بگیریم، اما ما آمده ایم که برگردیم، ما آمده ایم که تلاش هایی را که زیر شمشیر سربر محمدیان نمی توانستیم بکنیم در کشورهای آزاد، تلاش ها را انجام بدهیم برای بازپسگیری میهنمان، برای جبران این خفت و ننگ و شکست ننگین تاریخی در سال 57 تازی فراری. این را فراموش نکنید. مسئولیت این چند میلیون ایرانی با سواد است، بی سواد است، زن است، مرد است، بقال است، شقال است، استاد دانشگاه است، فرقی نمی کند. مسئولیتی بر دوش این میلیون ها ایرانی است که نمی تواند از آن بگریزد. باید این را هر ایرانی بداند. این بلایی که بر سر کشور ما آمده است، و ببینید اکنون یک پر کوچکش به این کشورهای نیرومند مترقی پیشرفته غربی رسد، ببینید چه فاجعه‌ای بار آورده است، ببینید ایران و فرهنگ ایران چگونه نیرومند بوده است که 1400 سال در این چرخ گوش هنوز جان دارد و نیمه جان دارد، می‌ارزد آن سرزمین و آن میهن. گام پیش بگذارید هم میهنانم، هر کدامتان، هر تلاشی هر کس میتواند بکند، روشنگری کنید، فامیلتان را، فرزندتان را، همسرتان را، همسایه‌تان را، ایرانی و غیر ایرانی را از بی‌اعتنایی به در آورید. خود این کار بزرگی است. اکنون دیگر
این بلا فقط بلایی نیست که به جان ایران افتاده باشد. اکنون دیگر این بلا فقط بلای منطقه خاورمیانه نیست، اکنون دیگر از آفریقا تا چین، از آمریکا تا استرالیا، از شمال اروپا، اسکاندیناوی و آیسلند و نروژ و بگیری تا پایین اروپا، همه جا را این جنایت در خطر مستقیم قرار داده است. از آریا جان خواهش میکنم 5 اتچمنت رو پیاپی پخش کنید همیهنانم. بعد از 13-14 دقیقه با شما گرامیان خواهیم بود. قیمت نفت که بالا می رود، درآمد کشورهای مختلفی از جمله عرب حاشیه خلیج فارس افزایش می یابد. ولی فقط ایران است که به سرعت جایگاه خود در مناسبات جهانی را ارتقا می دهد. این موضوع به شناخت شاه از ساختار جهانی قدرت برمی‌گردد. به طوری که وقتی کشورهای غربی دچار مشکل اقتصادی می‌شوند، این ایران است که به 12 کشور مختلف از جمله فرانسه و انگلستان کمک مالی می‌کند. تنها در یک مورد انگلستان 1,200,000,000 دلار از ایران وام می‌گیرد. کمک های ایران شامل سازمان های بزرگ اقتصادی دنیا هم می شوند. تا جایی که صندوق بین المللی پول 700,000,000 دلار و بانک جهانی 350,000,000 دلار از ایران وام دریافت می کنند. همزمان دولت ایران با این تصور که منابع نفتی ایران به زودی تمام خواهد شد، در سطح جهانی شروع به سرمایه گذاری در صنایع غیر نفتی می کند. در همین چارچوب خرید 25% از سهام شرکت بزرگ فولادسازی کروپ آلمان غربی در دستور کار دولت ایران قرار می‌گیرد و در اقدامی دیگر خرید عمده سهام هواپیمایی پان آمریکن آغاز می‌شود. حتی برای انتقال بخشی از خدمات فنی و تعمیرگاهی پان آمریکن به ایران زمین سازی می‌شود تا ایران مرکز سفرهای هوایی خاورمیانه شود. با اینکه ایران خود را متحد غرب تعریف می کند و روابط خود با جامعه جهانی را در سطح مطلوبی نگه می دارد، اما برخی رسانه های غربی شاه را به چالش می کشند و به طور شخصی به او حمله می کنند. All the things that they call extravagant were in matter of fact part of our development program. Telecommunication system, it was planned. Road building, planned. Building of hotels, this is to promote tourism. We know how many countries in the world have developed from almost sheer poverty to be quite rich and affluent just by way of tourism. Well, let me put it to you that Mr. Callaghan doesn't work in an office like yours. How do you respond to that? Mr. Callaghan is the Prime Minister. I'm the King of Kings of a country which has 2,500 years of monarchy. But this cannot be also compared to Buckingham Palace. The price of Buckingham Palace is 100 times more than the price of this one. I believe you have more than one palace around this country. So is the Queen, you might say. In the old days, you, British, and others who had influence here, you could change the prime ministers as you wished. Are you sorry for that time that you have lost? Do you want the same thing, to manipulate our internal affairs? We won't let you. افزایش درآمد هنگفت نفت زمانی در ایران رخ می‌دهد که تا آن هنگام هیچ کشور در حال توسعه دیگری شرایط مشابه آن را تجربه نکرده. شاه تلاش می‌کند تا با درآمد بالای کشور به روند رو به رشد مملکت شتاب دهد و اهداف بلند پروازانه از جمله رشد اقتصادی سالانه 26% را هدف برنامه توسعه کشور قرار می‌دهد.
برای حکومت ایران این باور به وجود می آید که هر کمبودی برای توسعه با درآمد بالای نفت جبران پذیر و هر تکنولوژی پیشرفته‌ای برای آبادانی با واردات از خارج قابل تامین است. تا اوایل دهه 50 ایران مسیر پیشرفت را با شتاب طی می کند و سرعت رشد آن از چین قرن 21 هم بیشتر می شود. درآمد سرانه ایرانیان به یکی از بالاترین ها در میان کشورهای در حال توسعه می رسد و برخی ایران را ژاپن خاورمیانه می نامند. بهبود شرایط اقتصادی به سرعت در سبک زندگی شهروندان باستان پیدا می کند. خانه‌سازی مدرن شهری صنعتی پردرآمد می شود و آپارتمان نشینی گسترش می یابد. شهرنشینان ایرانی مصرف کننده لوازم خانگی صنعتی می شوند و بازار تولیدات صوتی و تصویری و محصولات برندهای مشهور در ایران رونق می‌گیرد. سفر به اروپا و آمریکا به قصد گردشگری در میان طبقه متوسط شهری نوپای ایران رواج پیدا می‌کند. سرعت پیشرفت به گونه ایست که شاه در موقعیت‌های مختلف اعلام می‌کند می‌خواهد تمدن بزرگ ایرانی را احیا کند و ظرف 20 سال ایران را به یکی از 5 قدرت اول جهان تبدیل خواهد کرد. I think that we can say very firmly and with absolute certainty that Iran will not only become an industrial nation, but in my assessment, in 12 years' time, enter what we say the era of the great civilization. The era of the great civilization, for those who are interested to know, means a kind of a welfare state where everybody, since he's born until he's dead, will enjoy every kind of social insurances. به گواه بسیاری از پژوهش‌ها، اگر ایران روند روبه رشد خود را 10 سال دیگر ادامه می‌داد، به جمع پیشرفته‌ترین کشورهای دنیا می‌پیوست. اما این مسیر ادامه نمی‌یابد. شاه در دی 1341 در کنگره کشاورزان اعلام می‌کند که می‌خواهد اقداماتی با عنوان انقلاب سفید در جهت نوسازی جامعه انجام دهد. یک ماه بعد با برگزاری رفراندوم اصول ششگانه انقلاب سفید به رأی عمومی گذاشته می شود. اصلاحات ارضی و تهیه قوانینی به نفع حقوق زنان به جنجالی ترین اصول انقلاب سفید تبدیل می شود. رژیم ارباب رعیتی با تصویب اصلاحات در اصلاحات ارضی نظام ارباب رعیتی حاکم در روستاها لغو می شود و زمین های زراعی با سنت های جدید به مالکیت کشاورزان عادی در می آید. در اقدامی همزمان دولت اعلام می کند حقوق زنان باید در تمام زمینه ها با مردان برابر شود. فعالیت های انجام می گیرد که پیشروترین اقدامات در خاورمیانه و جهان اسلام است. در حالی که هنوز نهضت‌های فمینیستی در اروپا، آمریکا نوپا هستند، زنان ایرانی هم صاحب حق رأی می‌شوند و هم اجازه نامزد شدن در انتخابات را پیدا می‌کنند. داوری از انحصار مردان خارج می‌شود و زنان بر صندلی قضاوت هم می‌نشینند. از برابری زنان و مردان در ارث گفته می‌شود و صحبت از حق درخواست طلاق توسط زنان به میان می‌آید. با بهره‌گیری از تجربه قانون کشف حجاب در سال 1314 که با رویکردی اجباری در پی افزایش مشارکت زنان در امور جامعه بود، در نوسازی اجتماعی دهه 40 هیچ گونه اجباری به زنان تحمیل نمی‌شود. در پی این اصلاحات جسورانه، حضور زنان در عرصه‌های مختلف سیاسی، قضایی، اجتماعی، اداری، آموزشی و اقتصادی افزایش چشمگیری پیدا می‌کند. پیرو به اقدام پرواکنش دیگری در انقلاب سفید، شرط مسلمانی برای رأی دادن و یا انتخاب شدن در انتخابات انجمن‌های ایالتی و ولایتی لغو می‌شود
و ایرانیان غیر مسلمان اجازه پیدا می کنند به کتاب مقدس خود سوگند یاد کنند. این اقدامات سنت شکنانه با مخالفت سرسختانه آیت الله خمینی مواجه می شود. آیت الله خمینی ابتدا و با لحنی آرام و نصیحت‌آمیز در مهر 1341 شاه را اعلی حضرت همایونی خطاب قرار می دهد و در نامه ای از شاه خواهش می کند تا هم مانع حق رأی به زنان شود و هم از برداشته شدن شرط اسلام برای انتخاب کردن جلوگیری کند. درخواست آیت الله خمینی راه به جایی نمی برد ولی او از پا نمی نشیند. آیت الله خمینی در منبرهای مختلف خود در قم مرتب تکرار می کند که برابری حقوق زن و مرد در تمام جنبه ها یعنی زیر پا گذاشتن احکام اسلامی. او به صراحت اعلام می کند که شرکت زنان در انتخابات خلاف شرع است و فساد و فحشا به بار می آورد و می گوید زنان به هر اداره‌ای وارد شدند آنجا را فلج و اوضاع را به هم ریختند. مسئله دیگری که در موقعیت‌های مختلف با واکنش تند آیت الله خمینی روبرو می‌شود، برداشته شدن شرط مسلمانی برای شرکت در انتخابات انجمن‌های ایالتی و ولایتی است. آیت الله خمینی به اصلاحات ارضی هم انتقاد می‌کند. اصلاحات ارضی کشاورزی را از سیطره زمینداران بزرگ خارج می‌کند و به روابط سنتی و دیرین شکل گرفته میان روحانیون و زمینداران لطمه می‌زند. زمینداران بزرگ با درآمد بالایی که داشتند خمس و زکات می‌پرداختند، ولی با اصلاحات ارضی زمینداران جای خود را به شرکت‌های تعاونی شبه دولتی و کشاورزان خردی می‌دهند که با نهاد روحانیت رابطه مالی ندارند. به آیت الله خمینی خبر می رسد که فضای دانشگاه تهران در کنترل مجاهدین خلق و گروه های چپ قرار دارد. به همین دلیل او برنامه خود را تغییر می دهد و برای سخنرانی در دانشگاه توقف نمی کند. آیت الله خمینی در همان نخستین ساعات حضور در ایران نشان می دهد که سهمی برای چپ ها و دانشگاهیان در انقلاب قائل نیست و تا آخر عمر هیچگاه در دانشگاه حاضر نمی شود. آیت الله خمینی در حالی مستقیم به سوی بهشت صحرا می رود که در روزهای گذشته روشنفکران که عموماً خاستگاه چپ و ملی دارند به مدح و ستایش آیت الله خمینی پرداختند. یک نمونه اصغر حاج سید جوادی حقوقدان و نویسنده است که زودتر از همه دست به قلم می شود و در مقاله می نویسد وقتی امام می آید دیگر کسی دروغ نمی گوید. مردم برادر هم می شوند و نان شادیشان را با یکدیگر به عدل و صداقت تقسیم می کنند. دیگر صفی وجود نخواهد داشت. صفهای نان و گوشت، صفهای نفت و بنزین، صفهای مالیات. باید امام بیاید تا حق به جای خودش بنشیند و باطل و خیانت و نفرت در روزگار نماند. سیاوش کسرایی شاعر و عضو کانون نویسندگان هم با چاپ شعری در نشریه ایران شهر از آیت الله خمینی می‌خواهد تا پس از قیام حق مردم را بگیرد و تا وقتی تیغ دشنه‌اش می‌برد بزند. نمونه دیگر رضا براهنی از ادبیان عضو کانون نویسندگان است که با چاپ مقاله‌ای در روزنامه اطلاعات می‌نویسد دوران احتضار سرمایه‌داری جهانی به علت انقلاب ایران فرا رسیده و با بازگشت آیت الله خمینی به ایران ایرانیان از یوغ بندگی و بردگی آزاد شده و فقر، افلاس، خفقان، برشکستگی، نوامیدی، آزمندی و حرص سرمایه دارانه از میان خواهد رفت. همزمان که آیت الله خمینی با توده های مردم ملاقات میکند، گروه های سیاسی و روشنفکران هم با تأیید مواضع آیت الله خمینی تلاش میکنند همچنان خود را در جریان انقلاب سهیم نشان دهند. مجاهدین خلق با برگزاری راهپیمایی بازگشت آیت الله خمینی را جشن میگیرند. شریک های فدایی خلق با انتشار بیانیه آیت الله خمینی را مبارز عالی قدر و پیشوای شیعیان جهان میخوانند و بازگشت او را تجلی اراده خلق های زحمتکش و قهرمان اعلام میکنند.
نورالدین کیانوری دبیر کل حزب توده میگوید این حزب از همه اقدامات آیت الله خمینی برای تأسیس جمهوری اسلامی و تغییر قانون اساسی پشتیبانی میکند. کریم سنجابی رهبر جبهه ملی هم عنوان میکند جبهه ملی وفادار به آیت الله خمینی است و استقبال میلیونی از او رأی تایید به رژیم جمهوری اسلامی بوده. مراجع تقلید روحانیون بلندپایه از جمله آیت الله شریعت مداری هم بازگشت آیت الله خمینی را تبریک میگویند. با درودی دیگر باره هم میهنانم، مردمی که خود بر ضد نیکبختی خود برخیزند، درس خوانده های آن مردم، آن جامعه دست به همه دروغ ها و ترور ها و جنایت ها و مزدوری ها بزنند که سرزمینی که بعد از 1300 اندی سال در یک بزنگاه تاریخی، در یک شانس تاریخی، در یک فرصت و فرجه تاریخی باور نکردنی با برآمدن پهلوان ساسانی، رضا خان، هرچه با او بگویند، او همانیست که دوش به دوش بزرگترین پهلوانان و افتخار آفرینان تاریخ هزاران ساله ایران ایستاده است. گل خیابانها را با گل بپوشانند برای آمدن اهریمن که بیایید دوباره بساط دست و پا بری، تجاوز جنسی، فروش دختران و کودکان ایرانی، عرب پرستی، دشمن پرستی را رواج دهید. ما زندگی ایرانی، انسانی، پیشرفته، خوشنام در جهان، در حال خوشبختی روزافزون، نیکنام، زنان آزاده، مردان آزاده، کارگر آزاده، کشاورز آزاده نمیخواهیم. آموزش و تحصیلات رایگان نمیخواهیم. ما قبر کنان و ریپیس ها و بیماران جنسی و روانی محمدی را میخواهیم که بیایند آرامگاه کوروش را، آثار تاریخی را، سنگ نبشته های افتخار آفرین هزاران ساله را نابود کنند و برای ما امامزاده سیار، مستراح متحرک سبز رنگ در خیابان ها و کوچه ها و روستاها و شهرها بچرخانند، تاراجمان کنند، فرزندانمان را بربایند، ریپ کنند، فتح المبین کنند، به دختر و پسرمان تجاوز کنند، آزادگانمان را بکشند، میهن پرستانمان را بکشند، وزیر بانویمان را در گونی بگذارند و بکشند و سوراخ سوراخش کنند. بهترین خلبانهای جهان، بهترین فرزندان سرفراز ما را قتل عام کنند. پادشاه میهن پرست و خدمت گذار و بزرگی آفرین ما را آواره جهان کنند. سرنوشتشان همین می شود و پس از 36 سال هنوز ببینید از این دست خائنین و جرسومه ها و ننگین ها و دروغ پرداز ها برای منافع کثیف فردی و شخصیشان فراوان در درون، در میهن اشغال شده و ارسال شده فواحش زن و مرد بی شمار به هر گوشه جهان فراوان دارید. ایرانی میهن پرست، ایرانی هم میهن دوست، ایرانی که رنج میبرد، احساس شرم ساری میکند
از این همه ننگ و رسوایی و تروریسم و آدم کشی و سنگسار و دست و پابری و ریپ کودکان و چه به نام بزرگ ایران در جهان بسند باید به میدان بیاید، مگر اینکه همدل و هماندیش همان رجالگان باشد، از جنس همانان باشد. به دروغ میگوید من چیز دیگری هستم، وگرنه سکوت نمی کند، بی‌اعتنایی نمی کند، به این همه فاجعه پاسخی میدهد، میایستد، از جان و مال و زندگی و هست و نیستش مایه میگذارد. خود را ایران میبیند، ایران را خود میبیند و میداند. از ننگ ایران احساس ننگینی خود را میکند، از رنج ایران رنج و دردش افزون میشود، وگرنه دشمن است، از جنس تائب و خامنه‌ای و خمینی و خلخالی و همه این خائنین تروریست چپ و راست است. ملیچیش را دیدی؟ سنجابی گور به گور را، هم مصدقی بود و هم جبهه ملی بود، هم مسلمان بود، هم طهارت و مستراح اسلامی را ترجیح میداد به همه آن خوشبختی مردم ایران. نسل کنونی امروز نمیداند، به او دروغ میگویند، از بام تا شام هنوز دروغ میگویند، با دستیاری همان گوادلوپیان، همان نانی که به زبان پارسی به زبان ما ایرانیان برنامه راه اندازی کردند و با نیرومندترین ماهواره ها به درون ایران میفرستند، همان کثافات و دروغ و لجنیات و خائنین را فقط مطرح میکنند. این سنگر را نگاهداری کنید هم میهنانم، این سنگر را پشتیبانی کنید هم میهنانم. گزارش دویچه وله است. مراکز مرتبط با مراجع تقلید شیعه، داعش شیعه هستن، نرخ نماز و روزه میت را تعیین کردند. ایرانی را این گونه می‌خواهند. نماز قضا برای یک سال 700,000 تومان، این هم دینشان است. شما با پول بهشت را می‌خرید. تازه وقتی آن بهشت را خریدید، کدام بهشت است؟ بهشت اندیشه، بهشت اخلاقیات، بهشت انسانیت نیست. بهشتی است که به پایین تنه تو وعده داده است، بهشتی است که پر از پورنوگرافی است، فواحش 70 متری، 70 فاحشه 70 متری را وعده داده است که در این جهان زندگی ها را نابود کنی، سرها را ببری گوش تا گوش، بچه ها را ریپ کنی، سرشان را ببری بر روی نیزه بکشی. این هم بهشت آن است. نمازش را می فروشد، روزش خریدنی است، همه چیزش با پول است. برای این است همه غارت کردند، همه دزدند، همه از خون انسانهای بیگناه و دارایی و دسترنج انسانهای شرافتمند و تحصیل کرده و کاردان و متخصص تغذیه می کنند. این جامعه اسلامی است، این ارزش هایشان است، این اخلاقیاتشان است، این بهشتشان است، این جهنمشان است. 500,000 تومان برای یک ماه روزه قضا، گردش مالی آن 370 میلیارد تومان است. عمیق بیندیشید میهنانه، ارزش ها را شناسایی کنید.
تا بدانید اسلام چیست، از انسان چه می سازد. همه چیز دروغ، همه چیز. نماز نخوانده ای؟ پدرت مرده است، یک سال نماز نخوانده است. تو پول داری بیا بده به این تازی ایران سوز کودک ریپیست. او حواله میدهد به الله، الله پدرت را به بهشت میفرستد. این است، یعنی همه چیز دروغ. چون اسلام خود دروغ است، خود اهریمن است، خود پتیاره است. نرخ واجباتی که به گردن انبات است، لواطکاران مستراح بر سر این گونه تعیین کردند. 700,000 تومان برای یک سال، برای یک ماه روزه غذا 500,000 تومان. در این گزارش به تورم 250% اجرت واجبات میت در این آمار ارقام اقتصادی ایرانی شده است. در 4 سال اخیر اشاره شده آمده در سال 89 اجرت یک سال نماز غذا 250,000 تومان بوده. حالا قیمتش رو بالا کشیدن، تورم بالا رفته است. وای بر ما، وای بر ما، وای بر مغز و اندیشه انسانی که چنین کثافاتی را میپذیرد. و یک ماه روزه هم 150,000 تومان بود. اکنون 250% افزوده شده است. این نرخ در برخی مناطق، مناطق خوب و بد هم داریم ما. یعنی مثلا بالای شهر اینقدر است، وسط شهر اینقدر، در روستا اینقدر. اسلام خیلی دقیق است، جدول دقیق دارد برای دار زدن، یعنی کشتن، دست و پا بریدن، دزدی، چپاول، فاحشه خانه رفتن، یعنی در صف سیغه و فحشا ایستادن، برای یک ساعت اینقدر، برای 2 ساعت اینقدر. همه چیز جدول دارد، دقیق است، آمار و ارقام دقیق است. برای این از جهان اسلام این گونه پیش رفته است. مولای درزش نمی رود. در برخی مناطق به 1,400,000 تومان رسیده است. باز بگویید اسلام اقتصاد سرش نمی شود. شما طاغوتیان به ویژه، که هم طاغوتی هستید هم صهیونیست، هر دوش، باز بگویید اسلام این است، اسلام آن است. البته نرخ خرید و فروش نماز و روزه میت، طرف مرده است رفته است تا چالش کردن، بعد از مرگ هم بیزینس است. بازماندگانش باید با مغزهای پر از پهن دار و ندارشان را به این لواطکاران عرب اشغالگر ایران سوز مسلمان بدهند و خودشان هم در نکبت و گدایی و تازیانه خوردن و بالاترین تفریحشان هم به زیر زمین بروند یا مواد مخدر بکشند از دست اسلام عزیز، نجنگند و نایستند در برابر اسلام، و یا فیلم های پورنو ببینند و به جان یکدیگر بیفتند. جهان اسلام است دیگر. فقط نجنگید برای زندگیتان، برای آبرویتان، برای آزادیتان، برای میهنتان، برای بیرون آمدن از این کثافت اسلام. موادش را هم برادران قاچاقچی، بیزینس میلیارد میلیاردی دارند. فیلم های پورنو، برادران قاچاقچی، فاحشه های خردسال هم که میخواهید، بچه های گرسنه ایرانی، باز مالیاتش را با عربی خواندن که بخواهی بروی آن کودک را ریپ کنی، باید به آخوند بدهی، به پاسدار بدهی و بچه گرسنه ایران را رد کنی، بگویی رفتیم ایران خیلی خوش گذشت،
هلوهای 13-14 ساله ریخته بودند برای یک روسری و یک شلوار جین. وای شرمتان باد و توف بر اسلام. در برخی شهرها ارزان تر است. در این گزارش به عنوان نمونه به شهر قم، شهر مقدس، اشاره شده که یک مرکز مذهبی اجرت یک سال نماز میت را آنجا تخفیف دادند. به شتابید که حراج است. اجرت یک سال نماز میت را 900 هزار تومان و یک ماه روزه را 500 هزار تومان قیمت گذاری کرده است. گردش مالی سالانه واجبات میت، میت آن زنده، میت میت هم بدهکار است به اسلام. اگر این میت از بردگان ایرانی باشد، 100 سال بعد از مرگش هم باز باید به اربابان و سیدها مالیاتش را بدهد. سرزمینش را، هست و نیستش را، آبرویش را، طلایش را، نفتش را، زیبایی‌هایش را، بهترین خوراکی‌ها و میوه‌ها و کباب‌ها را داده است، کافی نیست. اسلام آوردن برای ما این سیدها و سیده‌ها. بار ارزش‌ترین و مهمترین دستاورد جهان بشری و همه خوشی ها و همه افتخارات و همه پیشرفت ها باید هم میت بعد از مرگش باید باز هم پرداخت کند. ببینید چه کردند، چه کردند با فرزندان زرتشت و کوروش و ماندانا و آتوسا و فردوسی و خیام و رازی و پور سینا. ببینید چه کرده است اسلام. حس می کنید این درد را؟ البته این برآورد چنین صورت گرفته که بستگان تمام فوت شدگان در یک سال برای ادای تکالیف ادا نشده ی آنها باج را به عرب اشغالگر ریپیس نداده است اقدام کرده و برای نماز و روزه هر مرده حداقل 1,200,000 تومان بپردازند. به دنبال داعش دارید میگردید؟ آنطور که از استفتاءات انجام شده از مراجع تقلید شیعه در ایران، همچون آیت الله خامنه ای، مفعول آیت الله هست، میدانید که مکار شیرازی و و بر می آید، خرید و فروش نماز و روزه استیجاری و نماز و روزه میت در ایران امری مرسوم است. برای این است که ایرانیان این همه خوشبخت شدند. یکی از این مفتخورهایی که باید در اسید سولفوری که دوز بالا شنا کند، جانور هرزه‌زاده تازی ضد ایرانی و نجسیش به نام احمد خاتمی، گفته از فضای گناه‌آلود برخی از شهرها مانع، حالا مانع چه شده است؟ استجابت دعای باران شده است. میبینید اندیشه ایرانی را تا کجا فرو بردند و هنوز سرگرمند. میبینید دارن چه میکنند با کودکان و جوانان و نوجوانان ایران. میبینید سکوت شما و ادامه اشغال ایران دارد چه بلایی سر ایران و ایرانی میآورد. از آریا جان خواهش میکنم شماره 7 را، آریا نازنی،
عمیرانم کلیپی را برگزیدم با هم میبینیم یک گوشه دیگر از زیبایی ها و انسانیت و اخلاقیات و بی همانند بودن اسلام با شکوه را نشان میدهد. با هم میبینیم و پس از 6 دقیقه با شما خواهم بود. شماره 7 را آریا جان. In this very room, there's quite enough love for one like me. In this very room, there's quite enough joy for one like me. And there's quite enough hope and quite enough power to chase away any gloom. For Jesus, Lord Jesus, is in this very room. In this very room, there's quite enough love for you and me. And in this very room, there's quite enough joy for you and me. And there's quite enough hope and quite enough power to chase away any gloom. For Jesus, Lord Jesus, is in this very room. In this very room, there's quite enough love for all the world. And in this very room, there's quite enough joy for all the world. And there's quite enough hope and quite enough power to chase away any gloom. For Jesus, Lord Jesus, is in this very room. I am come that you might have life and have it more abundantly, he tells us in John 10:10. In this very room, there's quite enough love for one like me.
In this very room, there's quite enough joy for one like me. And there's quite enough hope and quite enough power to chase away any gloom. For Jesus, Lord Jesus, is in this very room. In this very room, there's quite enough love for you and me. And in this very room, there's quite enough joy for you and me. And there's quite enough hope and quite enough power to chase away any gloom. For Jesus, Lord Jesus, is in this very room. با درود دیگر باره همیهنان نازنینم، حضرت حسین اوباما رئیس جمهوری آمریکا حتما آگاه شدی که در برنامه 60 دقیقه 60 minutes از CBS یکی از پربیننده ترین برنامه ها هست، ایشان فرمودند که آمریکا پیکارجویان، تروریست ها نه، محمدی هم نه، پیکارجویان داعش رو در سوریه دست کم گرفته بود. کسی نیست به ایشان بگوید، البته بسیارانی هستن میگویند، این اصطلاح ماست که ما اینگونه در واقع میخواییم آن پیام اصلی رو برسانیم، بگوییم کسی نیست به ایشان بگوید شما بر اساس گزارش های مقامات رسمی آمریکایی از پنتاگون بگیرید تا نمایندگان کنگره و سنا و حتی شماری از مقامات برجسته ادمنستریشن خودتان، آشکار شده است که دست کم از یک سال و نیم پیش که دیگر قطعی قطعی است و گزارش هایی هم که به شما داده است آنها هم بازتاب پیدا کرده است. چه روزی چه ماهی، مثلا در 2013 به شما چه گزارشی دادند درباره آن دگرگونی هایی که در سوریه دارد صورت می گیرد و سنی های عزیز با پول های حجاز و کویت و قطر و اینجا و آنجا و با چشم پوشی های شما دارند آنجا پهلوانان داعش را پرورش می دهند که بروند به جنگ علوی های جنایتکار بشار اسدی و تروریست های جنرال برجسته شیعه سرور معروف سلیمانی. همه هم به یاد می آورند التیماتوم و خط نشانی که شما کشیدید و گفتید دیگر بشار اسد خط قرمز را گذراند و بمب شیمیایی بر علیه مردمش و مردم بیگناه به کار برد و 24 ساعته ما ادبش خواهیم کرد که ادب نکردید و این
روش بسیار زیبایی را که سلطان حجاز حتما ادوایز داده بوده است. در آنجا به اینجا کشیده است. همه می آیند با دیتیل می گویند به ویژه از نوامبر 2013 با جزئیات و دیتیل که چه گزارش هایی هر روز دقیق بر روی میز شما گذاشته می شده است و هشداری که از خطری که دارد بزرگ و بزرگتر می شود. داعشی ها راه افتادند و وارد عراق شدند. ماه فوریه 2014 به شما چه گزارشی دادند؟ ماه اپریل به شما چه گزارشی دادند؟ فلوجه سقوط کرده است، شما همه جزئیات را می دانستید. ایستاده اید که موصل هم سقوط کند و به دست این جلادان سربر بیفتند. اکنون آمده است ایشان در برنامه 60 minutes فرمودند که ما دست کم گرفته بودیم و نه اینکه گمان کنید خدای ناکرده جناب پرزیدنت باراک حسین اوباما بعد از 6 سال یک بار مسئولیت اشتباهات بسیار بسیار بزرگش را بر عهده گرفته است. نه، گفته است به من مقامات ضد جاسوسی گزارش درستی ندادند و دوباره این بار هم مانند هر کدام از این رسوایی ها و اسکاندال ها بر دوش کس دیگری گذاشته است و اصلا هم توضیح نمی دهد. پس این هایی که این گزارش هایی که به شما دادند با تاریخ و دیگه الان همه تلویزیون های آمریکایی را که شما برنامه های سیاسی را می بینید فقط همین هاست که گزارشات دقیق به شما می دادند، قدم به قدم، روز به روز، ساعت به ساعت، و هنوز هم همه هاج و واجند، میگوین نمیدانیم چرا رئیس جمهوری ما تصمیمی نگرفته است، اقدامی نکرده است، دستوری نداده است. مگر کشته شدن سفیر آمریکا در لیبی و ستن همراهش توضیح داد ایشان چیزی را به عهده گرفت؟ خانم هیلری کلینتون مجبور شد بگوید مقصر منم، هر چه میخواهید با من بگویید، مبادا حزب دموکرات و حکومت با شکوه حسین اوباما بلرزد. ایشان باید بماند تا پایان 8 سال دیگر اثری از آثار آمریکا باقی نگذارد. بله، ایشان گفته است که به سخنان اخیر جیمز کلاپر مدیر اداره اطلاعات ملی آمریکا گفته است، بله ایشان گفته است که اینها این داعشی ها را دست کم گرفتند و در ضمن گفته است که یعنی آقای حسین اوباما هیچ مسئولیتی ندارد، ایشان اصلا رئیس حکومت آمریکا نیست، ایشان فرمانده کل قوا نیست برای طبق قانون اساسی آمریکا، اشتباهات را همواره کسان دیگر میکنند. و به گفته رئیس جمهوری آمریکا تروریست های داعش را هم میگویند پیکارجویان افراطی. هنگامی که نیروهای نظامی آمریکا القاعده در عراق را سرکوب کردند، فعالیت های زیرزمینی خود را این تندروهای افراطی آغاز کردند. پس چند سال است میدانید همه را ایستاده بودی که میوه همچین خوب برسد و خوشمزه و خوش عطر و خوش رنگ شود. و ایشان فرمودند ما در طول چند سال گذشته در میان هرج و مرج داخلی در سوریه، هنگامی که هیچ کنترلی در بخش‌های بزرگی از آن کشور وجود نداشت، آنها موفق به بازسازی خود شده. توضیحات را ببینید، کودکان کودکستان آمریکا هم می‌خندند و از آن اوضاع آشفته بهره برداری کردن. ایشان هم که اصلا هیچ کاری نمیتوانست از بکنند، اینجا دست و پایش را حتما بستند، اختیار قانونی ندارد که هر وقت لازم هست بلا فاصله، هنوز موردی هم پیش نیامده است، کاری را که بخواهد بکند. جناب رئیس جمهور میگوید من حتی به کنگره نیازی نیست مراجعه کنم، قانون اساسی آمریکا به رئیس جمهور آمریکا این قدرت را داده است.
اینجا این گونه میگوید: به راستی باید گفت پیدا کنید پرتغال فروش را. داستان چیست؟ آقای جیمز کلاپر اخیراً به روزنامه واشنگتن پست فرموده بوده که دستگاه اطلاعاتی ایالات متحده گروه دولت اسلامی در سوریه را دست کم گرفته بودند و در این حال روی توانایی‌های ارتش عراق برای مقابله با اعضای آن گروه افراطی در عراق زیادی حساب کرده بودند و این باعث شده است که آخرین سلاح‌های آمریکایی را هم که همچین اوورت آنجا تحویل داده بودید به عراقی‌های خیلی جنگنده، تا آن پیچ و مهره آخرش در دست داعش است. مردم بی پناه، کودکان بی پناه، زنان در حال ریپ یا به عنوان برده جنسی دارن می فروشن، سر بچه ها بریده، مورد تجاوز جنسی قرار گرفته، پای برهنه، ده ها هزار رسیدن به پشت مرز ایردوغان، اردوغان او هم مرز رو بسته است. بعد هم فقط می گوید کردا برون کشته بشون و با مثلا تفنگ های برنوی 100 سال پیش با داعش که آخرین سلاح ها رو دارد به جنگن. و شما هم می روید گایگداری بمب می ریزید. این بمب ریختن هایتان هم که این همه می گویید چند صد تا ماموریت انجام داده ای که شهر کوبانی دارد سقوط می کند و داعش هم از دیروز می گویند رسیده از پشت دیوار بغداد. و کجا را دارید بمباران می کنید؟ به راستی چه بساطیست و چه دروغی بر جهان چیره است. بعد ایشان فرموده است در این گفتگو با سی بی اس با 60 مینیتس: ما فقط باید آنها را به عقب برانیم. به عقب برانید کجا؟ یعنی به عقب برانید؟ سوریه مال آنهاست، به سوریه برانید. عراق مال آنهاست، یک گوشه به اون گوشه برانید. برانید به طرف اردن، بروند اردن را در دست بگیرند. برانید به لبنان یا برانید پیش سلطانتان که دارد شلوارش را خراب کرده است. به کجا برانید؟ عقب برانید. این جنایتکاران سربار، این تروریست های آدم خار، همین شعبه سنی و هم شعبه شیعش باید زنده بمانند. آن مردم بیگناه دودمان سوخته، زنان تجاوز شده، روستاهای ویران شده، شهرهای سوخته، همه پای برهنه در این بیابان ها فقط سر قلبی ها بریده شود خیلی تکان دهنده است. کجا عقب برانید آنها را؟ عقب یعنی کجا؟ جای خاصی را برایشان در نظر گرفته اید؟ یک امارت نشین مقدس داعش برایشان به وجود می آورید؟ یه جمهوری اسلامی دیگر است؟ چیست؟ عقب برانید. بله عقب برانیم. یعنی به راستی اصلا ایشان گویا اصلا به سخنانی که میگوید به عنوان رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا اصلا نمیاندیشد که شنونده چه برداشتی میکند. منتالیتی آمریکایی نیست. میبینید این منتالیتی برای ما خیلی آشناست. فقط فعلا رد کنیم این بساط و این سخن و خطر را تا ببینیم تا فردا از این ستون به اون ستون فرج است چه می شود. فرج الله می آید یا نه؟ عقب برانیم، فضای عملیاتی آنها را محدود کنیم. یعنی باشند عملیات هم بکنن، فقط فضایشان محدود باشد، مثلا فقط به بغداد نروند. حالا موسل در دستشان است که مال آنهاست. رقه را در سوریه گرفتن، گفتن پای تخت اسلامیک استیت داعشی است که مال آنها شده است. یعنی این دیگر چی؟ یعنی من دارم از روی نوشته میخوانم.
آنها را محدود کنیم و در پی مرکز فرماندهی و مدیریت آنها باشیم. مانند همانی که رفتید و گفتید افتخار بزرگی نصیب شما شد و بوش را مسخره کردید و چه و چه، با نیرو مخصوص رفتید و بن لادن را به درک واصل کردی که هزاران حرف و سخن هم البته بعدن بود درباره آن اتفاق. بعد گفتید دیگر تمام شد .com، القاعده تمام شد، ای من از ظواهری کجاست؟ مگر نجاست داعش از شکم القاعده بیرون نیامده است با پول سلطان؟ بله، مسیر پیوستن پیکارجویان خارجی با آن گروه را باید قطع کنیم. در اوکلاهوما سربریده است، از پیش داعش آمده بوده است یا داعش تولید شده در همین جاست. ارتباطشون رو قطع میکنید. بله، من که نمیدانم هم میهرانم، شما رو نمیدانم، ولی من نمیدانم گاهی این اخبار رو میشینم میبینم جز هرس و جوش و گاهی هم قشقش میخندم و گاهی هم های های گریه میکنم. شما رو نمیدانم. شبه نظامیان دولت اسلامی، یکی هم اینگونه می نویسد، از تروریستی اسلامی و تروریست های مسلمان امکان ندارد بگویند، چون می دانید که به نفت و گاز و سلطان و اینجور چیزها مربوط می شود. این یکی می گوید شبه نظامیان دولت اسلامی. رسوایی را ببینید، جرأت ندارند نام جنایتکاران را با همان مشخصاتی که هستن و خودشان میگویند ببرن. رئیس جمهور آمریکا دیدی که آمد استراتژی اعلام کند که اول گفته بود نداریم، چون اتفاق مهمی نیفتاده از آنجا، همه چیز سر جایش است. بعد که آمد استراتژی اعلام کند، فقط دغدغه‌اش این بود که بگوید آیسیس نه اسلامی است و نه استیت است. من نام باقیشان را میگویم، تروریست های مسلمان داعش تا 2 کیلومتری شهر کوبانی، شهر کردنشین در شمال سوریه پیشروی کردند و رئیس گروه دیدبان حقوق بشر سوریه هم میگوید میان مواضع دو طرف در جنوب کوبانی تنها یک مزرعه خالی باقی مانده است. هر دو طرف یکدیگر را کاملا میبینند و تشخیص میدهند، یعنی روبروی هم ایستادند. اینها هم دارن بمباران میکنند. بین 120 تا 150 هزار تن از همان هنگامی که گفتن داعش عزیز دارد نزدیک می شود گریختن پای برهنه تا ترکیه ی عزیز، کانجا هم مرزها را به رویشان بستند و با آب پاش و گاز اشکاور استقبال کردند از این بیچارگان گریخت از اسلام آدم خوار. اکنون میگوید رسیده، پس این بمباران ها کجا بم میریزید؟ هشدار داده شده است به خطر قتل عام در کوبانی. حتما سال دیگر ایشان میآید میگوید من ماموران اینتلیجنس به من گزارش نداد و ایشان حتما این خبرها را هم نمیشنود نمیخواند. فرمانده ارتش آمریکا گفته است داعش دشمنی باهوش است
بعد از حملات هوایی این هم توجیه هست که همه میگوین پس چه شد این بمباران ها از اون سو رسیدند از طریق شرق نزدیک بغدادن در چند کیلومتری 4-5 کیلومتری از اون سو هم که رسیدند به دروازه کوبانی دلیلش این است داعش دشمنی باهوش است بعد از حملات هوایی به کاروانهای بزرگ نظامی تغییر تاکتیک داده و به طور پراکنده حرکت میکنند یعنی برنامه های مستندی که ما بارها دیده ایم در تلویزیون های خودتان و این تکنولوژی جدید را که حتی نیازی نیست شما حتما با درون حتی هواپیمای بدون سرنشین بروید از اون بالا پرواز کنید و فیلم بگیرید و با دقت میگویید مورچه را هم در سوراخش میبینید تا آنجایی که ما دیده ایم در این فیلم های آشنا کردن مردم با تکنولوژی مدرن که مستند است داکیومنتری جنرال و یا هر کسی در لندن در پاریس در واشنگتن در هر کجای جهان نشسته است از طریق ماهواره میبیند همه حرکت ها را حتی نیازی نیست به هواپیمای بدون سرنشین حتما چون داعش باهوش است هم میهنان همین نتیجه است از این خبرها و بنابراین دیگر میداند که اینها به کاروانهای بزرگ نظامی حمله میکنند تغییر تاکتیک داده است خیلی باهوش است نابغه است در همه مسلمانان و به طور پراکنده حرکت میکنند یعنی تک به تک سرباران چادر سر میکنند در آن بیابانها آرام آرام پیاده روی میکنند تا به کوبانی برسند ترکیه به کردهای کشور اجازه عبور از مرز و کمک به کردهای سوریه رو نداده است. خودش هم که فعلا گفته است تا حالا ما گروگان داشتیم حال باید بریم پارلمان تصمیم بگیرد چون هم خیلی دموکراتن. همین چون پارلمان حتما تصمیم گرفته بود که در این چند سال ده هزار سربرای داعش را از مرزهای عبور میدادی. پارلمان تصمیم گرفته بود حتما. اکنون باید بروی پارلمان تصمیم کند. چون مثلا شنیده ای در انگلستان پارلمان باید اجازه بدهد که نخست وزیر مثلا به ارتش دستور بدهد شما هم بروید دو تا هواپیما چهار تا بمب اینجا آنجا برای خالی نبودن عرضه بندازید که بگویید انگلستان هم شرکت کرد شما هم باید به پارلمان بروید در این چند سال که هزاران هزار داعشی را گله گله از مرزهای عبور میدادی اردوغان جانی پارلمان ترکیه تصمیم گرفته بود به تو اجازه داده بود عضو ناتو هم هست و صاحب قدرتمندترین ارتش در منطقه یعنی چریان دیگر از آن ارتش مگر چیزی مانده است حتما از بام تا شام نماز میخوانند هنوز به ائتلاف بین‌المللی نپیوسته است کردهای ترکیه از این خشمگین هستند که آنکارا پسرعموهایشان در سوریه را در برابر شورشیان داعش بی‌دفاع گذاشته است. آخه ترک‌ها که به کردها تا همین چند سال پیش بودن ترک‌های کوهی خیلی کرد را دوست دارند. عاشق کردها هستند. یک جهان سپاسگزارم بانو گردآفرید یک نازنین $50 اعلام یاری کردند 50 روز سپید ارمغان روان روشنگر و نویسنده بزرگ و یگانه پروفسور انصاری روانشاد یادش گرامی باد در آیین اهریمنی اسلام اگر به زنی تجاوز کنند که آن زن
و یا متجاوز متأهل باشد، آن زن مورد تجاوز قرار گرفته را به عنوان زناکار سنگسار میکنن. بله دقیقا. و اگر آن زن در برابر متجاوز ایستادگی کرد و از خود پدافند کرد و در این کشاکش مرد متجاوز یعنی ریپیست مسلمان از پای در آمد، آن بانو را به عنوان قاتل اعدام میکنند. عدل علیست دیگر. عدل، عدل یعنی این، داد که نیست، عدل است. به زبان دیگر زن در اسلام جزئی از اموال مرد مسلمان است و در هر حال و هر زمان که مسلمان اراده کند، یعنی مرد مسلمان، نرینه، جهادگر، آدم کش، تروریست، می شود مسلمان باورمند، هر عمل که اراده کند می تواند با او انجام دهد، ثواب هم دارد. تازه همه کثافات جهان بر جنایت نامه و بر محمد و آل محمد و توف به گوره تجاوزگر خوک مسلمانی که میخواست به ریحانه جوان تجاوز کند و این دختر ایرانی در پدافند از خیش او را از پای در آورد و توف بر روی خانواده بی آبروی این مرد مسلمان وحشی که شرم نمی کند و ایستادن تا اعدام دختری را که از خود دفاع کرده است ببینند. مسلمان هم دیگه مسلمان، آنها هم خواهم بهش بروند، جایزه ها منتظر است در آنجا. توف 80 میلیون ایرانی بر روی شما آدم خاران، اسلام آیین وحشیگری، سربری، غارت و زن ستیزی است. این آیین ترور و جنایت بایستی از روی کره زمین پاک شود. من مسلمان نیستم، ایرانیم. درود بر بانو گرد آفرید یک نازنین با پیام درست و هنگام و دقیقشان. خب از آریا جا خواهش میکنم، آریای نازنینم، شماره 4 را، 2 کلیپ پیاپی هست، جمعاً 5، جمعاً شاید 6 دقیقه هستم میهنانه. یکی از انکرهای سرشناس آمریکایی، حتما بسیاری از شما هستم میهنان میشناسی، بیل مایر، او را خواهیم دید که تفاوت میان اسلام و مسیحیت را در گفتگو و مصاحبه که چارلی روز، که حتما او هم برایتان معرف حضورتان هست، بیان او را به دقت گوش کنید و یک جزء و یکی از انگشت شمار انکرهای سرشناس آمریکایی است که بی پروا راستی ها را میگوید. بیل مایر. و به دنبال آن هم کلیپی را خواهیم دید که بارها دیده ایم، که اسلام برای من نیست. اسلام is not for me. با هم میبینیم. جمعه 6 دقیقه است. آریا جان شماره 4. Should stop booing me for pointing out that Islam is not like other religions, that is a unique threat, and that but it's not Islam you're against. Howard Dean on TV the other day, and he said something along the order of, he said, the people in ISIS are, I said, I'm about as Islamic as they are. You know, distancing the vast numbers of Islamic people around the world from... That's just not true. It is true. It is not true, Charlie. There is a connecting tissue between... you mean, you know, behind every Muslim is a future member of some radical... Let me finish. I thought I was doing that. There are illiberal beliefs that are held by vast numbers of Muslim people that I don't think... Vast number of Christians, too. No, that's not true. Not true. Vast numbers of Christians do not believe that if you leave the Christian religion, you should be killed for it.
Vast numbers of Christians do not treat women as second-class citizens. Vast numbers of Christians do not believe that if you draw a picture of Jesus Christ, you should get killed for it. So yes, does ISIS do Khmer Rouge-like activities where they just kill people indiscriminately who aren't just like them? Yes, and would most Muslim people in the world do that or condone that? No. But most Muslim people in the world do condone violence. Just for what you think. They do, first of all, they say it. They shout it from the... Vast majorities of Muslims. Absolutely. There's a Pew poll of Egypt done a few years ago. 82%, I think it was, said stoning is the appropriate punishment for adultery. Over 80% thought death was the appropriate punishment for leaving the Muslim religion. I'm sure you know these things. I know. Well, I do. So to claim that this religion is like other religions is just naive and plain wrong. It is not like other religions. The New York Times pointed out in an op-ed a couple of weeks ago that in Saudi Arabia, just since August 4th, I think it was, they have beheaded 19 people. Most for non-violent crimes, right, including homosexuality. They didn't get the hands off the thief. Right. Okay. So we're upset that ISIS is beheading people, which we should be upset about. But Saudi Arabia does it, and they're our good friends because they have oil. Right. Okay? But they do it too. This is the center of the religion. In Mecca, where infidels, right, non-Muslims, are not even allowed in the holy parts of the city. I mean, right there. We don't have that example in other religions. Okay, they do behead people. Now, if they were beheading people in Vatican City, which is the equivalent of Mecca, and don't you think there'd be a bigger outcry about it? So this is the soft bigotry of low expectations that we have with Muslim people. Yeah. When they do crazy things and believe crazy things, somehow it's just not talked about nearly as much. I do believe that what we see with ISIS is not representative of... As I said, connecting tissue. It's not representative of the Islamic religion. Again, I don't think the Quran teaches them to do this kind of thing. Well, you're wrong about that. The Quran absolutely has on every page stuff that's horrible about how the infidel should be treated. As Ayan Hirsi Ali points out, she says, can we really say that women are treated equally in the Muslim world? I mean, their testimony in court is very often counted as half. They need permission to leave the house. They're doing things like making them wear burqas, and I hear liberals say things like, well, they want to. They've been brainwashed. You know, they don't want... It's like saying a streetwalker wants to do that. Tell me my religion was wrong. They tried to tell me to follow Islam. They said their prophet was a righteous dude, but I found out none of their words were true. I read the Quran and I read the Hadith, and the sickness of Muhammad was apparent to me. He justified perversion in the name of Allah when he married a girl too young for a boy. She was playing with dolls when the prophet came. Her childhood was stolen in Allah's name. Aisha was 9 when he took her to bed. Don't tell me that fool's not sick in the head. Ain't gonna follow no child molester, sex offender, prophet pretender. Ain't gonna follow no child molester. Islam's not for me. Islam's not for me. The sickness of the Islamic mind has caused the mullahs to be blind. To justify the prophet, they will justify sin. So the sins of the prophet are repeated again. All over the world, in Islamic states, 9-year-old girls suffer cruel fate. Sold into marriage to twisted men, and the Aisha sad story is repeated again. Ain't gonna follow no child molester, sex offender, prophet pretender. Ain't gonna follow no child molester. Islam's not for me. Islam's not for me. Do you care about women all over the world? Do you care about those little girls? Then stand up and fight for human rights.
out against the laws of Islam. Gonna follow no child molester, sex offender, private pretender. Ain't gonna follow no child molester. Islam's not for me. Islam's not for me. Islam's not for me. با درودی دیگرباره همیانانم دیگه در بخش و سگمنت پایانی برنامه امروز هستیم. مدیر امور انسانی سازمان ملل متحد میگوید در حالی که گروه خلافت اسلامی یعنی همین تروریست های داعش و محمدیان واقعی بخش های بیشتری از سوریه را تحت کنترل خود در می آورد، گزارش دادم همیانانم، یعنی مثلا فرانسه پیوسته است و بعد انگلیس پیوسته است و چند کشور بسیار آزادی خواه سکولار دموکرات مانند حجاز و کشورهای عربی دیگر پیوسته است و مرتبا بمباران میکنن و آمریکایی ها میگوین روزی 100 پرواز اینجا انجام میدهیم 25 تا آنجا. داعش پیشروی بیشتر میکند و فتح الفتوحات بیشتر، چون باهوشن دیگر، گفته بود که جنرال گفته بود خیلی باهوشن و تاکتیکا رو عوض کردن، چادر سرشون میکنن با اسلحه یواشکی این ور ور میرن هی فتح میکنن زمین ها رو. بخش های بیشتری از سوریه را تحت کنترل خود در می آورد، ده ها هزار تن از کشور در حال فرارند. خانم والری آموس همین امروز 30 سپتامبر به شورای امنیت سازمان ملل گفت در دو هفته گذشته بیش از 160 هزار تن از حلب گریخته و انتظار می رود بر این رقم افزوده شود. نیروهای ائتلاف آمریکا به همراه دوتا نسی همراه که گویا نیم دلانه پیدا کرده است، با این همه بمباران و چه و چه این شده است نتیجه. میگوید ما پوتین بر روی زمین دیگر نخواهیم گذاشت. آقای اوباما گفته است قرار است از میان خود مسلمانان برویم مصاحبه، مثلا کنکور دیگه، مثلا کنکور سراسری بگذارند امتحان کنه از باشگاه، مثلا بگن مرده را چگونه میشورند و دندانهایش را چگونه میشمارند، ببینن جزو مسلمانان معتدل هستن یا تندرو، که بعد اینها را تازه جمع کنن 3-4-5 هزار نفری ببرن پیش سلطان، 1 سال تا 2 سال تا 3 سال هم طول میکشد به اینها آموزش بدهن، بعد ببرن به سوریه که برود آنجا بجنگد. کجا را دیگر بگیرد؟ همه چی همه جا که در دست داعش است کجا را پس بگیرد؟ شما هم که گفتید میخواید کنترل کنید و عقب برانید، به کجا برانید؟ بیچاره این انسان های بی پناه. خانم والری آموس میگوید حراس آنها چنان زیاد بود، این انسان های بی پناه، بسیاری از آنها از روی مینها و زمین های مینگذاری شده عبور میکردند، یعنی میگفتن تکه تکه هم شدیم با اینکه میدانستن آنجا مینگذاری است، به دست مسلمانان واقعی نیفتیم. میگوید بخواییم عقب برانیم، اونجایی که عقب میرانید دیگر انسانی در آنجا نیست، آدم نیستن آنها، کجا عقب میرانید؟ عقب میرانید که بشار اسد از آن سو بخوشد یا برادران مقدس قدس و اقدس و سردار بزرگ سلیمانی برود آنجا بخوشد. خیلی ها بوش را مسخره میکردن، پرزیدنت بوش را. خانم آموس گفته است هنوز 11 میلیون انسان به کمک فوری نیاز دارند. او از این که در سازمان اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل 1 میلیارد دلار برای کمک از سوی همه کشورها جمعا 1 میلیارد دلار تعهد یاری شده استقبال کردم، ما گفت به کمک بیشتری نیاز است.
11 میلیون انسان هم حالا به خود را به کوهی، دره، تپه، جایی رساندن بدون هیچ چیزی، پای برهنه، بسیارانی ریپ شده اگر زنده ماندن و گریختن، بچه ها اکثرا پدر مادرها سرشان بریده یا مادر را بردن برای در اختیار جهادگران مقدس بگذارن، بچه ها مانده آنجا زیر دست و پای دیگران. آقای پرزیدنت اوباما که آمد استراتژی اعلام کرده است و گفته است به اسلام عزیز از این تهمت ها نزنید، اینها نه اسلامی هن، نه دولت هن، نه چیز دیگر، تازه میخواهد برود بمب بیاندازه و اونها عقب براند. یک جهان سپاسگزارم از سرباز میهن بزرگوار بزرگوار با بزرگوار ما، به راستی بسیار فداکار. 500 دلار همیاری ویژه با درود به روان پاک پروفسور مسعود انصاری نازنین. او همواره در دل همه ایرانیان بیدار و میهن پرست زنده است، روانش شاد، یادش گرامی. اسلام در همه کشورهای متمدن جهان بایستی غیر قانونی اعلام شود. دقیقا همین گونه است، مانند نازیست، مانند هر گروه جنایتکار دیگری. کثیف‌ترین و خونخوارترین آدمخواری است که بشریت در همه هزاران سال به خود دیده است، چون همه آن جنایتکاران، بارها گفتم، دیگر نگفتن ما را خدایی فرستاده است و اللهی فرستاده است و به بهش می روید و چه می گفت آمدم زور می گویم، شمشیر دارم، چنگیزم، اینم، آنم، تیمورم، هرچم می کشم و رپ می کنم و می سوزانم و همه چیز مال برای گربه هایتان را هم می کشم. این نه، می گوید دین است. مقامات بزرگ کشورهای مترقی هم از پرزیدنت بوش بگیرید تا بقیه، آقای حسین اوباما که جای خود دارد، ایشان میگویند اسلام پیس است و دین است و اصلا اسلام را به گروگان گرفتند، تفلک اسلام. هیچ فردی در این کشورها نباید حق داشته باشد که تظاهر به این آیین شیطانی جنایت بکند و در صورت خلاف به کشورهای اسلامی باید فرستاده شود. مساجد ویران شده و به جای آن توالت‌های همگانی ساخته شود، بیشتر به درد انسان‌ها می‌خورد. توف بر اسلام، من مسلمان نیستم، ایرانیم. درود بر سرباز میهن نازنینم، درود بر بانو گردآفرید یک نازنینم، دو یاری که امروز اعلام یاری کردن. یک جهان سپاس دارم و برای پایان برنامه هم البته دقایقی که بله این خبر رو هم با آقایتان برسانم. با بالا گرفتن نگرانی از افزایش نفوذ گروه دولت اسلامی در افغانستان، نشانه های تمایل گروه های اسلامگرای این منطقه برای اعلام وفاداری به این گروه قابل مشاهده است. ولی آقای اوباما می رود آنجا با آنها را عقب می نشاند، مانند طالبان که رفتن با آنها نشستن به مذاکره. یکی از این نشانه ها ویدیویی بود که در هفته گذشته به رادیوی اروپای آزاد در افغانستان فرستاده شد. این ویدیو سه شبه نظامی افغان را نشان می دهد که زیر پرچم سیاه گروه داعش نشستند. سخنگوی این گروه سه نفری که به پشتو سخن می گویند می گوید نماینده سازمان اسلامی افغانستان بزرگ است و آماده جنگیدن زیر پرچم داعش و خلیفه ابوبکر البغدادی است. این فرد که هویتش روشن نیست
از همه مجاهدان، یعنی تروریست ها نامش ها میشود مجاهد، مجاهد اسلام، از همه مجاهدان در افغانستان، قبایل پشتون در پاکستان، بلوچهای پاکستان و ایران میخواهد زیر پرچم دولت اسلامی متحد شوند. یک هفته پیش از ارسال این ویدیو، شخص ناشناس دیگری تماس گرفت و خود را نماینده گروه داعش در افغانستان معرفی کرد. به نظر می رسد این ویدیو برای تأکید بر ادعای این فرد ارسال شده، ولی از تعداد و توانایی این گروه اطلاعاتی به دست نمی دهد. اگر داعش حوزه نفوذ و فعالیتش را به شرق توسعه دهد، یقینا با طالبان، همانهایی که خانم بی بی جی هیلری کلینتون می گفت میانه رو دارن، باید با آنها مذاکره کرد. یقینا با طالبان که نیروی مسلط در این منطقه است در رقابت خواهد بود. یک فرمانده ی حزب اسلامی که در کنار نیروهای طالبان در افغانستان می جنگد هفته گذشته به بی بی سی گفت اطمینان دارد رهبری این گروه به زودی با داعش اعلام همبستگی، یعنی بیعت می کند. تا روزی که هر ادمنستریشنی است، هر کشوری است، آمریکاست یا هر کدام از کشورهای اروپایی است، روس و چین که سرگرم اشغال کشورها و سرکوب مردمشان و کشتار و بعد هم دزدی و چپاول میلیارد میلیاردی در جهانند، کشورهای غربی را میگویم، اگر به گونه واقعی و جدی به جنگ این هیولا نیستند، این جانوران که بسیاری از آنها شهروندان خودتان بودند، حتی بسیاری از آنها در کشورهای شما زاده شدند، اگر پدر مادران مسلمانشان مهاجر بودند، زبان شما را خوب می دانند، قوانینتون را می شناسند، اکنون با دولتهایتون نشستند، همون گونه که ما برنامه های مدیای جهانی را هر کدام هر زبانی می دانیم، می شنویم، می خوانیم، می بینیم، آنها هم همین کار را می کنند. آنها میبینن شما اراده واقعی و جرأت جنگ با اسلام را ندارید و برای همین است که این گوهای محمدی را میخورند. آنها میبینن رئیس جمهور آمریکا جرأت ندارد حتی بگوید اینها تروریست های اسلامی هستند. آنها این زبونی را میبینند. آنها میبینند در کشور آمریکا رفته است در محل کار سر یک زن بیگناه را گوش تا گوش بریده است با شعارهای محمدی و فریاد جهاد جهاد سر کشیده است، گواهانی که گزارش دادند. در فیسبوکش فقط ستایش از اسلام، حتی تصاویر سر بریده انسانها را با شادی در آنجا گذاشتند. جرأت نمی کنند به او بگویند تروریست اسلامی. داعش اینها را می بینند، بررسی می کند، باهوشند، گفته خیلی باهوشند، نه شماها را خوب می شناسند، وگرنه هر کسی مسلمان باورمند است بدانی که ریتاردد است. همیهن گرامی به نام کتبان دلاور شین $100 اعلام یاری کردند. یک جهان سپاسگزارم. هزاران روز ارمغان به روان
بزرگ مرد دانشمند ایران پرست اسلام ستیز پروفسور انصاری نازنین. روانش هم میشه شاد و یادش گرامی و راهش پر ره رو باد. تف بر فرقه جنایی اهریمنی اسلام از هر نوعش و تف بر محمد و آل محمد. من مسلمان نیستم، ایرانیم. یک جهان سپاسگزارم از هم میهنمان با نام دلاور شین. همیهنان نازنینم، برنامه سه ساعته من دیگر به دقایق پایانی نزدیک شده است و از آریا جان خواهش کنم، آریای نازنینم، شماره 5 را با هم ببینیم. همیهنانم چند بار از این جوان که پدرش یکی از بنیانگذاران گروه تروریستی و کثیف و جنایتکار حماس است، مصعب حسن یوسف، کلیپ هایی را پخش کردم. کلیپی را با هم میبینیم در پایان برنامه امروز که در واقع از چندین گفتگوی او بخش هایی ادیت شده است در کنار هم. بسیار آگاهی رسان و روشنگر است. با هم میبینیم. فلسطینی است، مسلمان زاده است و در یک خانواده نه فقط مسلمانی که نماز میخواندند و قنبل میکردند دو سالی یک بار دوران خانه مانند دیوانه ها میچرخیدند. پدرش تروریست باورمند محمدی، بنیانگذار یک گروه تروریستی ناب محمدی داعشی به نام حماس بوده است. او اسلام را شناخته است و به جهان هشدار می‌دهد. با هم در پایان برنامه را خواهیم دید. یک جهان سپاسگزارم از بانو گردآفرید یک گرامی، از سرباز میهن گرامی و کتبان دلاور شین گرامی. جاوید ایران، پاینده ایران، زنده باد ایران، بیدار پایدار پیروز، دلاور فرزندان نترس، میهن پرست، دشمن سوز و دشمن ستیز، یعنی اسلام سوز و اسلام ستیز، فرزندان نیکه